بینندگان عزیز با سلام به شما، یکی دو دقیقه برنامه رو زود شروع کردیم که اگر بدهکار هستیم به شما برای موقعی که یه دو دقیقه دیگه شروع میکنیم بدهیمون برطرف بشه. خوبه که آدم بدهیهاش رو پرداخت کنه و شب با خیال راحت بخوابه. اجازه بدید که بریم صفحه سوربی و ویدیوی امروز رو با مردم هم به اصطلاح شیر کنیم، در میان بذاریم. به این صورت به شما هم نشون میدم که اگر نمیدونید اینجوری دیگه عذرتون موجه نباشه. وقتی میایین صفحه سوربی زیر این ویدیو کلمه شیر، شما ممکنه یکی دو تا داشته باشید، اینجا چون ما چند تا صفحه داریم به اصطلاح چیزای مختلفی داریم، و اما میزنیم شیر، میگه کجا، میگیم با صفحه‌ای که ما منیج میکنیم. چه صفحه‌ای هست؟ مردم تیوی. اسم این برنامه چیه؟ سوربی با مردم، که امروز آقای بابک هروی هم با ما خواهند بود. پس اینجا می‌نویسیم به اضافه، به صورت معادله براتون می‌نویسیم، به اضافه بابک هروی، و همه اینها از مردم تیوی پخش میشه. مردم تیوی دیروز انقدر به اصطلاح مراجعه کننده داشته که کرش کرده. این خبر خوبیه. خب و اما برگردیم اینجا، اسم بابک هروی رو آوردم. ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ما و 12 ظهر به وقت کالیفرنیا ایشون با ما هستن. دلیلش هم این هست، توی تلویزیون مردم هر وقت ما خواستیم از یک کسی صحبت کنیم، اسم ببریم، اول بهش خبر دادیم، گفتیم که ما امروز میخوایم صحبت کنیم و در رابطه با بابک، چون این کتاب کهنه سرباز رو لطف کرده بود و فرستاده بود، من گفتم میخونم و دوشنبه هم صحبت میکنم. صحبت کردم، آقای بابک هم لطف کرد و تشکر کرد از اینکه من نظرم رو درباره کتاب گفتم، و گفتم که اگر مایل هستی شما میتونید اون چیزایی رو که من گفتم، سوالاتی که پرسیدم، بیاین به مردم بگید. ایشونم قبول کرد و بهشم گفتم چون من اون روز تنها به قاضی رفته بودم، امروز وقتی سلام علیک و احوال پرسی کردین، میکروفون در اختیار شما یا این صحنه برای شماست و شما 10 تا 15 دقیقه برای دوستان صحبت کن. اونایی که بابک هروی رو میشناسن میدونن که در تلویزیون‌های مختلف برنامه داشته و خود من از طریق تلویزیون ای2 و برنامه‌ای که ایشون در رابطه با آقای بختیار و سوء استفاده‌هایی که بختیار به نام ایران و ایرانی کرده بود، افرادی مثل آقای دکتر رزمارا و دیگرانی که 37 روز با آقای بختیار وزیر بودن، نخست وزیر بودن، نمیدونم کاسلیس بودن و اینها، ایشون میگه که با دلیل و مدرک داشت ثابت میکرد که اینها پولهایی رو گرفتن و به اصطلاح به مردم ندادن، چنین کردن چنان کردن. من از اون موقع جلب و جذب ایشون شدم. بعد گفتم اه، فامیل هروی آشناست. من سالها پیش این افتخار رو داشتم که با دکتر مصطفی هروی آشنا بشم، هم توی کانون فرهنگ ایرانیان توی ویرجینیا، هم بعدم توی تلویزیون رنگارنگ و روان شاد. همیشه به من میگفت که تو خیلی شجاع هستی ولی مواظب خودت باش. در هر صورت ایشون فوت کرد. وقتی که از بابک سوال کردم، گفت دکتر مصطفی هروی عموی ایشون بوده، و خلاصه با هم دوست شدیم و این دوستی ادامه پیدا کرد و چندین برنامه در تلویزیون مردم داشتن. اسم ایشون رو توی گوگل یا یوتیوب که تایپ کنید میاد، روی فیسبوک صفحه خودش رو داره. همین الان توی صفحه مردم تیوی اگه برید، اون پایین تر که برید ویدیوهای خود من و ویدیوهای ایشون هست و میتونید ببینید، و همیشه هم پاسخگو بوده حتی به مخالفین. ما این کلمه دشمنا رو کم کم حذف کنیم. ما که دشمن هم نیستیم، مخالف هم هستیم. دشمن اونه که امروز بلند شده رفته، یا دیروز دیگه الان امشب میشه توی ایران بلند شده رفته توی
مقبره آرامگاه خمینی یکیش خودش منفجر کرده، دیگری مردم رو بسته به رگبار و چند تای دیگه هم رفتن توی مجلس، مجلس ایران، و اونجا 12 نفر کشته و 42 نفر زخمی شدند. حالا جالب اینه که یه ویدیویی براتون پخش کنم، اینایی که حمله کردن تو مجلس عربی صحبت میکنن. حالا میدونید الان ماجرای قطر و عربستان و سعودی و ایران و سوریه و عراق و اینها، همه یمن، اینا همه ریخته به هم، و چرا اینها عربی صحبت میکنن ناگفته نمانه که یه قسمتی از جنوب ایران، من خودم اهواز که بودم، صاحبخونه ما اصلا یک کلمه فارسی بلد نبود صحبت کنه. ما هر وقت مشکلی داشتیم باید با پسرش فارسی صحبت میکردیم، پسرش برای مادرش به اصطلاح عربی ترجمه میکرد. و این ماجرای دشمنی اینه چیزی که هست. ما متاسفانه از اون شاه سوئیس رفتمون گرفته متوجه نبودیم تا این شیخهای قم و مشهد رفته که بابا طرف حق داره مخالف تو باشه. آقا کسی که ماشین سفید رانندگی میکنه مخالف شماست که ماشین سیاه دوست داری، تو خیابون میری میزنی بهش، اون بره سفید بخره تو بر سیاه بخره. تو خانواده خودتون حتما موقع انتخابات، موقع انتخابات چی؟ موقع نهار خوردن میرید رستوران، یکی میگه من چلو کباب میخوام، حالا ما رمزون هم هست دهنتون آب نیفته، یکی میگه نمیدونم کتلت میخوام، یکی میگه ساندویچ جایرون میخوام، یکی میگه نه اخ اخ اخ. اینا چیه؟ آدم چی میگن؟ حیوان کشا. من سبزی میخورم، من سالاد میخورم. این دشمن شماست؟ همونجا چاقو برمیداری بچه تو قتل عام میکنی؟ مخالف تو باید. تو امروز چلو کباب میخوری، اون سالاد میخوری. و اما صحبت از مخالفین شد. اولا حالا باید صبر کنیم تا معلوم بشه که اینها که حمله کردن چی بوده. جالب اینجاست که داعش مسئولیتش رو قبول کرده. اینم برای اونایی که گفتن داعش رو ایران درست کرده و اینها، از طرفی خبرنگارهای اینجا یه چیزی هست میگه مثلا ادیتور ات لارج، من نمیدونم حالا یعنی چی، یعنی جا و مکان اونجا نداره ولی برای اونا مینویسه، برای اونا ادیت میکنه. کلمه‌شو حقیقتا یاد نگرفتم توی انگلیسی متقابلش چی بذارم، ولی میبینم این خبرنگارایی که ما داریم که مثلا طرف داره آشپزی میکنه، طرف داره رانندگی تاکسی میکنه، ولی ریپورتر تلویزیونای ایرانیه، فوری توی یه دقیقه گفتن این کار سپاه پاسداران بوده و اینا این کار کردن که بگن ببین داعش تو کشور ما هم هست، حالا به این خاطر به کشورهای دیگه هم حمله کنه. آقای رامین پیرامونم یه چند تا دلیل و برهان و منطق آورده. آقای رامین پیرامون از اونایی که دیدید میره توی مهمونی مثلا طرف میگه آقا این تلویزیونای این روزا چیه، اینا همه رو باید بریزی سطل آشغال، تلویزیون آقای نمیدونم فلانی بهایی یه ساعت در شب برنامه داشت، اون تلویزیون بود. بعد میفهمیم چرا مثلا بابای این رفتگر اون تلویزیون بوده. یه علاقه آقای رضا پیرامون که حالا میگه رامین پیرامون، چند مدت پیش گفت آقا من اصلا فهمیدم همه اینا کشکه، ول کردم رفتم دنبال پول و کار و کاسبی و فیلمسازی توی ترکیه. از روزی که با ما صحبت کرد و نوشت و اینا دوباره مثل که برگشت خبرنگار شد. یعنی اصلا نمیدونن میخوان چی کار کنن. آقا طرف 70 سالشه، 10 تا 12 تا نوه داره، ولی هنوز خودش نمیدونه میخواد چی کار کنه. منم همینجوره. منم یه روز میگم آقا ببندم این چی چیه، مسخره کردم خودم و 10 نفر میام، ولی یه دفعه یه نامه میاد مثل این نامه دوستمون آقای ابراهیم، حالا اسمتون اینا رو اگه خواستید یه دفعه بگیم، اصلا یه دفعه تلفن بزنیم با هم چند کلمه صحبت کنیم. و یادتونه گفتم یه بیننده‌ای تماس گرفت گفت که من 2 بار برای شما نامه فرستادم که حمایت کنم تلویزیون مردم و هر 2 بار این نامه ها برگشته، آدرستون چیه؟ منم زنگ زدم و 1 بار تکس فرستادم که مطمئن نبودم تلفن ایشون تکس بگیره. خود من تلفنی که داشتم تا چند مدت پیش تکس میگیره ولی قبول نمیکردم، من گفتم نمیخوام.
بعد یه بار دیگه زنگ زدم، پیغام گذاشتم، بعدم تو برنامه گفتم ببینید ایشون زنگ زده، من که نبودم درست پیغام گذاشته، من فهمیدم منظورش چیه، من زنگ زدم ایشون که نبوده درست پیغام گذاشتم، منظور من رو ایشون فهمیده و به همین خاطر ما $50 جایزه گیرمون اومد. این $50 ایشون فرستاده، گفته اگر میتونید به یه نیازمندی بدید، اگر نتونستید برای خود تلویزیون مردم. ولی نامه شما آقای ابراهیم امروز ما رو باز عشق در چشمانمون آورد. نوشته که آقای سوربی سلام، معلم بازنشسته‌ای هستم که از جور و ستم همسایه ساواکی که سقف خانه‌ام را سوراخ می‌کرد تا صاحب خانه‌ام شود، اول انقلاب با اوضاع و آشفته و بازن و بچه‌ام به آمریکا آمدم و مشغول کار شدم. خط ایشون قشنگه. چیزی که هست اینایی که خطای نستعلیق و قشنگ می‌نویسن ما بیچاره نمیتونیم بخونیم، برای که تمرین نکرد. در صورت اگر لطف کنن خودشون زنگ بزنن، این نامه‌ای رو که نوشتید به صورت پیام تو همون پیامگیر بذارید، دوست داشتید اسمتون رو بگید، دوست نداشتید اسمتون هم نگید، من پخش می‌کنم در برنامه آینده. فساد ایشون نوشته با بچه و زنم به آمریکا آمدم و مشغول کار شدم، با وضع اقتصادی بدی مواجه شدیم. بماند حال در کنج خانه سالمندان سربلند و راحت هستم و من این کنج خانه را به 100 تا کاخ نمیدهم. آفر. فردا قرار یه عده، نمیخوام بگم عقب افتاده چون آقای عزیزان و آقای سینا دبستانی و آقای چالنگی و اینها هم داخلشون هستن و یه عده‌ای که اینا هم نمیدونن دنبال چی هستن، میرن توی باز دوباره کنگره آمریکا به دعوت آقای نمیدونم فلان میهن. این میهن نه فارسی نیست، یه چیز دیگه اینا مینویسن. این میگن در صورت ببینیم اینا چیکار میکنن. الان هول شدن همه که نکنه این فخرآور که رفته اونجا یه پولی گرفته، یه قولی بهش دادن، منم برم برسم. به خود من طرف تماس گرفته، آقای سوربی به نظر من شما هم بیا. میگم بیام چه کار؟ میگه چی میگه؟ آره خدا رو چه دیدی شاد رفتیم مثل $500 میلیون. آره ما نفهمیدیم این $100 میلیون بود، $500 میلیون بود، یا به گفته آقای بنی صدر اصلا پولی در کار نبود. چه میدونی شاد دادن، اگه دادن شما این پول خرج مدیا کن. گفتیم چه شما برو بعدم به ما خبر. گفتم آقا برو، من ترجیح میدم یه دوربینو بردارم هفته $600 $1000 $700 این برو بر کار کنم، ولی دوربر این کانگره و کانگرسمن های کثیف نچرخم. تلویزیونتون رو باز کنید ببینید امروز مردم رو اینا چند ساعت بعد از چند روز مسخره کردن، چند تا از مسئولین دولت رو آوردن، هر سوالی ازشون میکنن میگه من اینو پاسخ نمیدم. میگه آقا خب پس چرا اومدی اینجا؟ مردم رو سر کار گذاشتن، مسخره کردن. دلم میسوزه من یه آقای مثل آقای شهافر بولن میشه از استرالیا میاد اینجا، ولی بازم آقای چمنارا زرنگیشو اینجا هم ثابت کرد. گفت من پیش خودم گفتم آقا من 20 سال پیش این کارا رو کردم، به فخرآور نگفتم، گفتم بذار بره. خب این مثل این میمونه که من به یه کسی رو اگه دوست داشته باشم بهش میگم این گرمه دست نزن، ولی اگه دوست نداشته باشم میگم کون لقش بذار بره دست بسوزه. شما این کارو کردید آقای چمنارا با فخرآور، گفتی بذار بره کفشش پاره بشه، حالا نمیگیم شلوارش و چیزای دیگه‌اش پاره بشه. در هر صورت به هر حال از دیدن برنامه خوب شما خوشحال هستم. 84 سال دارم ولی از دیدن برنامه یه چیزی ها که زیر بار سنگین خاک و خرها بود، برنامه خرها که زیر بار سنگین خاک و شن بالا می رفتن آشفته شدم که آن انسان صاحب خرها چه اندازه خرفتر بود باز هم از دیدن آن چند بچه آفریقایی که از گرسنگی و تشنگی هر روز جان به جان آفرین می دهن شب و روز ناراحتم. بنابراین به این فکر افتادم که اگر میسر باشد شما یک آدم خیر و درستکاری هستید، بیایید با هم صندوقی یا حسابی پیش شما باشد که ما هر ماه یه مقداری معین برای شما بفرستیم و شما به هر طریقی که صلاح میدانید به آن بیچاره گرسنه برسانید. البته من موظفم
برای تلویزیون مردم هم کمک نمایم. مبلغ 50 دلار جهت شما فرستادم که اگر مقدور شد و هر طور دوست داشتید، هر طور که شما صلاح میدانید اقدام فرمایید، و اگر مقدور نشد به حساب تلویزیون مردم برداشت نمایید. دوستدار شما ابراهیم. 5 دوستان نگاه کنید، تاریخش 5/10/17 است. توی آمریکا ماه رو اول می‌نویسن، یعنی ایشون 10 می، 3 روز دیگه میشه 30 روز که این نامه رو نوشته، تلاش کرده، فرستاده، 2 بار برگشته و این شخص در خانه سالمندان هست. حالا من و شما غیرتمون، همتمون کجاست؟ تا یه کاری انجام میدیم نمیرسه، میگیم بابا ولش کن. در صورت بعد که این نامه هی رفت و برگشت و اینها، این زیرش هم یه زیرنویسی اضافه کردن، نوشتن که ناگفته نماند، البته محرمانه بین من و شما، این شخص سواکی که در نامه اسم برده شده هم نام آن شخصی است. چون گفته من و شما دیگه نمیگم، شما نشستید دارید میخندید، میگه نگاه کن این دوستمون نوشته بین من و شما، سربی حواسش نیست داره میخونه. دوست عزیز آقای ابراهیم گرامی، من سعی میکنم یه سر به شما بزنم، چون شما تو همین منطقه مریلند هستید اگه اشتباه نکنم، درست میگم؟ بله مریلند. و با هم صحبت کنیم یا از طریق همین تلفن با هم صحبت کنیم. ضمناً به من بگید که شما تکست هم قبول میکنید یا نه. و اما مهمترین خبر، گفتم 12 کشته و 42 زخمی حمله به مجلس ایران و آرامگاه خمینی که داعش مسئولیت اون رو قبول کرده. ویدیویی هست که نشون میده یه نفر افتاده بهش هم شلیک میکنن و اینها، ولی اون دو نفری که هستن اونجا با هم عربی صحبت میکنن. از طرفی شاهدان عینی در اون آرامگاه یا مقبره یا حرم یا زیارتگاهی که الان راه انداختن، یک خانمی نمیگه ما نشسته بودیم زیر سایه درختان که یک زن داخل اینایی که حمله کردن، یه زنم بوده، یه زن و 2 مرد آمدن، همه اینا رو هم گفتن 20 تا 25 سالشون بوده و میگه شلیک چشم بسته کردن. شلیک چشم بسته یعنی دنبال طرف نمیگشتن، مثلا بگن تو پاسداری، تق همینجوری میزدن، تق 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 میزدن. و بعد میگه که ما زنگ زدیم به کلانتری و کلانتری، اونا اومدن محاصره شدن، وقتی اینا محاصره شدن اون یکی هی فریاد میزد به همون برسونید، حالا چی برسونید، نیروهای دیگه بوده و اینها. و اینم جالبه، بعضیا میگه برو دنبال کارتم، تو برو جلو من هستم. مثلا فکرش بکنید یه ونی اینا رو پیاده کرده باشه، گفته شما برید تا منم مسلسل بردارم بیام، این بدبخت ها اومدن اینجا تیراندازی و اینها، اون ول کرده رفته. و صبح دوست ما از خلیج فارس وقتی این خبر رو فرستاد، من براش نوشتم که این انفجار بوده یا تیراندازی. بعد فیلمی که فرستاد، فیلمه رو که نگاه کردم دیدم بله انفجار بوده. بذارید با هم این خبر رو که به اصطلاح یکی از اونهایی که اونجا شاهد عینی بوده براتون، برای شما، برای نوشته، ما هم اینجا برای شما بخونیم. و این رو از روی گویا من دارم میخونم. نوشته که حسیب عمار، بی بی سی، سایت خبری اعماق وابسته به گروه موسوم به دولت اسلامی داعش، ویدیویی را از حمله اعضای آن به مجلس ایران منتشر کرده است که در آن که نشان می‌دهد آنها به زبان عربی اظهاراتی را بر زبان می‌رانند. در این ویدیوی کوتاه که در یکی از اتاق‌های مجلس گرفته شده، فردی که ظاهراً از کارمندان این دفتر است روی زمین افتاده و در حالی که در زمینه این تصاویر صدای شدید تیراندازی شنیده می شود، دست کم صدای 2 مهاجم شنیده می شود که به عربی سخنانی می گویند. در نحوه سخن گفتن و فریاد زدن این مهاجمان به عربی می توان دست کم دو نکته را دید، یکی لحن آنها و دیگری نوعی تردید در هنگام سخن گفتن است. انگار هنگام صحبت کردن دچار تردید می شود. به نظر می رسد که گویش عربی این 2 مهاجم به گویش هیچ کشور عربی، حتی عراق همسایه ایران و یا سوریه، شبیه نیست. حالا از دوستمون و از آقای حسین نژاد، آقای
قربان‌علی حسین نژاد میخوایم که وقتی این رو ما به اصطلاح پخش میکنیم ایشون دقت کنه ببینه اینها واقعا عربی هن یا اینکه عمدن مثلا میخوان عربی صحبت کنن که ایرانی ها رو با عربا مخالف کنن. میدونید از این کارا انجام شده قبلا که مثلا یه آلمانی حمله میکنه به انگلستان ولی آمریکایی صحبت میکنه، مثل میزنم، ما همچین چیزی نشده. در هر صورت با هم بشنویم. این 24 ثانیه است. يا ربي لك الحمد. أتظنون أن الناس نرحل؟ أتظنون أن نأبقون بإذن الله؟ إننا أبقون إلى بإذن الله عز وجل. ما که لا تکلم العربی، حالا اونهایی که بلدن بگن که اینها آیا عرب بودن یا عمدن میخواستن عربی صحبت کنن یا چی. بالاخره خوبی این ماجراها اینه که این روزا دیدید مثلا انگلستان روز دوم بود که دو نفر از اونایی که حمله کرد تروریستان دیگه، بله تروریست ها رو شناسایی کرد، روز سوم نفر سوم رو هم شناسایی کردن و این روزها فوری شناسایی میشن، مثل اون وقتا نیست. بالاخره یه جایی یه عکسی، یه ویدیوی، یه ضرب انگشتی، یه اثر انگشتی ازشون باقی میمونه. و اما امروز دوستان اگر یادم رفته تاریخ رو بهتون بگم، برای ثبت در تاریخ امروز هفتم ماه جون سال 2017 میلادی است و برابر با 17 خرداد 1396. بهتون گفتم که آقای بابک ایروی ساعت 3 بعد از ظهر با ما خواهند بود تا درباره کتابشون کهنه سرباز و درباره نظر من درباره کتابشون صحبت کنم. و اما ترامپ انقدر خرابکاری میکنه یکی پس از دیگری که نه من، تمام این رادیو تلویزیونای آمریکایی میگن ما دیگه نمیرسیم که خبر درباره این خبر خرابکاری درست کنیم. یه چیز جدید اینو میخوایم کاور کنیم، یه چیز جدید اینو میخوایم کاور کنیم، یه چیز جدید. بعد میگیم خب اگه این بگیم قدیمی شده میریزیم دور. اصلا دیگه گیج شدن ملت. یک شخص دیوانه‌ای که در 70 سالگی عکساشو ببینید، من فکر کنم این با زنش دعوا شده. اون وقتا یادتونه میگفتن هر کی از خونه ننش قهر میکنه مثلا میاد تلویزیون باز میکنه. حالا تو آمریکا هست که هر کی از زنش قهر میکنه میاد میشه رئیس جمهور. این اومده شده رئیس جمهور و ببینید چه آتشی به راه انداخته. ضمناً اون ماجرا قطر و عربستان سعودی و اینها میگن اصلا این بر اساس یک خبر کذبی که روسیه چه مارمولکی شده. این آقای پوتین رفته جراحی کرده، دیدین انگار بادش کردن، یعنی سوزنا میزنه. میدونید که این سوزنا زهر ماره. وقتی زنبور میزنتون دیدو اونجوری میشید، اینا زهر مار به خودشون تزریق میکنن و بدن در مقابلش چیز نشون میده، چاق میشن. حالا این زهر ماره که از بین بره پنچر بشن دیگه خدا میدونه. ولی صورت پوتین و عکساش امروز نگاه کنید با عکس 10 سال پیش. پوتین از دوره‌ای که ریگان رئیس جمهور بوده این مامور چیه جی وی اصلا دیگه اینقدر مامور مخفی سازمان به اصطلاح امنیتی روسیه بوده. ببینیم این دوستون چی نوشته. جناب سوربی، کار هر کی باشه به نفع آخوند انجام میشه که دیگه بگیر و ببند زیادتر ملت دنبال مال از دست دادشون در باریکلا زدی به هدف. اینم درست این جنگه. مهم نیست که داعش این کار کرده باشه، مجاهدین این کار کرده. من منتظر بودم مجاهدین، چون مجاهدین میدونید که اینقدر بیچاره هستن، هر کی هر جایی یه ترقهی در میکنه خط را آهم از ریل میره بیرون، اینا میگن ما بمبمون فجر کردیم. منتظر بودم مجاهدین بگن، ولی مهم نیست. هر کی این کار کرده باشه به نفع آخوندها شد و به ضرر مردم. ببینم اینو کی نوشته. باریکلا علی ترابی همشهریمون نوشته. علی اون روز کلی از تو تعریف کردم که چه تخسی بودی تو هنرستان. نمیدونم هنوزم همونجوری هستی یا نه، ولی الان ماشاءالله دیگه 65-6 سالشه احتمالاً. گرچه نه، این آمریکایی‌ها میگن
once crazy always crazy. اینم وقتی یه بار تخس باشی دیگه همه عمر تخس میمونی. بله ایشون نوشته که هر کی باشه به نفع آخوندان که بگیری به بند و اینها رو زیادتر میکنن. بله خانم دکتر بهیه جیلانی هم نوشته همه دنبال یک لقمه نون حلال توی کنگره. اینهایی که خط زیبا دارن شخصیت‌های پیچیده‌ای دارن. جالبه درباره خط اون دوستمون ابراهیم که گفتید. و اما آقای مکس قلمی، آقای قلمی نامه نوشتی قربونت برم، برای ما نامه نوشتن روی فیسبوک، حالا من به شما نشون میدم بخونیم با هم. و حسن تلویزیون مردم، دوستان بارها گفتم یه بار دیگه میگن و میگم، و اینکه بعضیا میگن آقا این تلویزیون می نیستید سلبی با مردم، پس مردمش کو؟ مردمش اینها. من نمیدونم ایشون از کجای دنیاست، علی ترابی از کالیفرنیا است، خانم بهیه جیلانی از فرانسه، اروپا، ایران، فرانسه، دیدید اون یکی از مسجد سلیمون. در اصل نوشته درود، چند دلیل هستش که کار داعش حکومتی میباشد. اولا داعش سعی میکند با حملات تروریستی مردم را هدف قرار بدهد و آمار کشته ها را بالا ببرد. دوم داعش میتوانست در روز 14 یا 15 خرداد که جمعیتی از عظیمی وارد حرم میشد این حمله را انجام. آقا گفتی یا باریکلا گل گفتی، من نگاه میکنم میبینم اونجا طرف خودش منفجر میکنه، دور و برش یه مشتی سنگ مرمره تو حیاته. خب احمق، تو خودت هم منفجر کردی، ببینیم چند نفر کشتی. من اگه یه زمانی از جون خودم بگذرم حداقل یه کاری میکنم که 2-3 هزار نفری هم همراه خودم مسافر ببرم اون دنیا، بهشت و جهنم رو پر کنم. در هر صورت داعش میتوانست 14 و 15، آفرین درست میگی، ورود به داخل ساختمان مجلس با اسلحه و جلیقه انتحاری غیر ممکن است، چون به شدت امنیتی بوده و به وسیله دستگاه های فوق پیشرفته بدن بازرسی میشود. نه با همه اینها من بهتون بگم، بذارید براتون بگم، سالها پیش حالا یکم اجازه بدید اصلا عکسشم بیارم بهتون نشون بدم، اجازه بدید اینجاست یک لحظه، ملت عکس دارن هی پوز میدن، خب ما هم پوز بدیم دیگه. ببینید دوستان، این پدر جورج بوشه که بعد از ریگان، بعد از ریگان این شد رئیس جمهور. وقتی این رئیس جمهور بود من برای این دوستون آقای شیر محمدی کار میکردم و رفتیم که به اصطلاح برنامه های پرزیدنشال دینر و اینها عکس بگیریم. و یادمه تو اون برنامه هم خانم ویتنی هیوستن خدا رحمتش کنه، با وجودی که ماه جون بود و اینجا جون خیلی گرمه، ولی یه کوت پوست پوشیده بود که وقتی اومد یکی از این خانمایی که اونجا کار میکرد به شوخی گفت که ماه جون و پالتو پوست، اونم اینجوری واس کرد که زیرش هیچی به غیر از کورست و شورتش پاش نبود و گفت بله ماه جون و فر پالتو پوست. این جریانی که بهتون میگم، وقتی ما رفتیم باور کنید، حالا مثلا ما وقتی بس شب مهمونی هست، خب ما صبح میریم اونجا که استیشن بزنیم چیامونو ببریم داخل فلان و اینا، خوب که میبری میان میگن برین بیرون، سگا میخوان اینجا رو بو بکشن، سگای پلیس و سازمان نمیدونم این سیکرت سرویس. سیکرت سرویس یعنی چیزای محرمانه، البته بی خود اسمشو گذاشتن سیکرت سرویس چون همه میبیننش، محافظین چیز میانو نمیدونی با چه دستگاهایی، همیشه اینا دستگاهاشون یه نمره یک میگردن و میری بیرون و چیات که گشتن، بعد حالا خودت میگردن بعد میای داخل همه این کارا. بعد ما هر وقت یکی میمد و موقعی که مثلا این تلفن ها زر و زر تکست و اینا نبود که، حالا به یه وسیله تماس میگیره، ما میرفتیم دم دم میگفتیم بابا این یکی هم برای ما کار میکنه، اینم کارت کردنشالش بیاد داخل. دوباره 45 دقیقه ما رو میگشتن که داریم برمیگردیم داخل، دیگه عاجز شد. من همینجوری که وایس دادم اینجوری تکیه دادم، یه دفعه این پرده باز شد، نگاه کردن این خیابونه، از اون ور اینقدر امنیت و سکیوریتی و اینها، از این ور من تکیه دادم به پرده، پرده به در باز شد، باز بود تو خیابون دیگه، مثلا تو خیابون پشتی هیچ خبری نبود که دیگه. حالا بعدش از اون ور دوستامون می آوردیم تو که قرار بود کار کنن،
از این چیزا هست که یه جایی من یه دوستی داشتم تو فرودگاه اینجا کار میکنم، گاه سوربی اینقدر میبینی مسافر رو اذیت میکنن، گفتم ها. گفت به خدا من حاضرم به یه تلویزیونی زنگ بزنی یه لوله بزرگی به من بدن، من بگم خب فکر کنید که مثلا این RP نمیدونم RPG میگن چی میگن که میرن میزنن بمب، تانک منفجر میشه، هواپیما منفجر میشه، یعنی مثل یه تفنگی ولی لولهش به این کلوفتی میذارن رو دوششون تق شلیک میکنن. میگفت بدن به من، حالا اصلی نباشه، لوله پولیکا چی باشه، ولی بذارم تو کیف میبرم داخل. اون راهاش پیدا میشه، شما اونو خیلی چی نگیر، یعنی که چون اینجوریه پس امکان نداره هیچ که بره، نه امکان داره بره دیگه. دیدید با همه این سکیوریتی ها یه جایی مال روسیه رو بود چند مدت پیش زد اون آقای مال سوریه کش، البته مال سوریه نبود مال ترکیه بود ولی به اسم مردم سوریه کش. چند دلیل دستش که کار داخل حکومتی باشه، نمیدونم بذارید ببینه. خب بعد میگه مجلس مانند کشتی و زیردریایی سلول من ماننده و اگه اتفاقی بیفته سریعا درها و خب اونی که اومده خودش میخواد بکشه حالا درها رو ببندن. من که نرفتم چهار تا رو بکشم در برم، تازه اگه رفته باشم چهار تا رو بکشم در برم در ببندن گیر افتادم، اون چیزی رو حل نمیکنه. بعد یادمه قبل سال 1032 سال پیش یه دو تا ترقه و بمب و اینا این بر اون بر گذاشته بودن دفتر هواپیمایی ایران توی آلمان، شما از یه شیشه که میرفتی داخل این در پشت بسته میشد، وقتی میفهمیدن در بسته شده نمیتونی فرار کنی در جلوی باز میشد تا بری تو، ولی با همه اینا بازم میشد کلک بزنی که هم اون باز باشه هم این. در صورت ممنونم ایشون نوشته که 13 تا دلیل. بعد قرار شد اتفاقا این آقای مکس قلمی درباره روح القدس و خدا و حضرت مسیح و اینا هم برای ما صحبت کنه که هنوز فرصتی پیش نیامده. البته من بهشون یه نصیحت کردم، گفتم شما برو با اون پستر میگن پاپ پدر روحانی میگن، شبان میگن، کی میگن، گفتم برو با اون صحبت کن، چون یه دفعه با علی ترابی ما برنامه گذاشتیم و قرار شد که از دوستانشون بیان، ولی بعد که دوستش برنامه منو نگاه کرده بود دیده بود که فکر کنم حریف نمیشه و نمیتونه بیاد اینجا، همین مزخرفات رو که روزی یه شنبه به مردم میگن و پولاشونو میگیرن تحویل ما بده. و شما هم با دوستات صحبت کن، اگر یه وقتی اونها گفتن که شما میتونی از عهدش بر بیایی، حتی شما با دو تا از دوستاتون بیا و من این که از دین و مسیحیت و اینها کم میدونم چند تا سوال ساده میکنم. چند سال پیش من رفتم کانادا و یکی از دوستان خوب ما، این برادر خانمش مسیحی شده بود، حالا اینا هم که مسیحی میشن انگار که مثلا در صورت که اگه کسی طلا پیدا کنه فوری نمیره به دوستاش بگه بیا من طلا پیدا کردم، مخفیش میکنه. ولی دیدید اگه یه کسی یه چیزی بوگندی پیدا میکنه میگه نگاه کن چه بوگندی میده، میگیره جلو شما. نمیخوام بگم مسیحیت گنده، ولی میخوام بهتون بگم که این دوست ما اصرار داشت که ما رو حالا رفتیم وکیشن، رفتیم تعطیلی، ما رو ببره کلیسا. گفتم من میام به شرط اینکه قبل از اینکه 3 ساعت بشینم و نمیدونم این با دست کثیفش بزنه تو این چیزه و یه تیکه نونه نمیدونم چیه کامیون میگن چی میگن بذاره تو دهن ما و شراب اون بدن، من 10 دقیقه صحبت کنم بعد به این آقا بگم آقا حالا شما جواب. بعد این دوستمون گفت نه این هم چیزی که نمیشه. گفتم آها کم از آخونده شنیدین که حالا بیام از آخوند شما بشنویم، برو آقا برم. و اما ترامپ خرابکاریه که پس از دیگری، به غیر از اینکه امروز چند نفر نشستن تو مجلس دارن صحبت میکنن اعصاب همه آمریکایی‌ها رو خرد کردن، فردا رئیس قبلی FBI میاد اونجا صحبت میکنه و همه انتظار داشتن که ترامپ اون به اصطلاح اجازه مخصوص رئیس جمهور بودن رو ازش استفاده کنه و یه حکمی صادر کنه که به این بگه تو حق نداری درباره دیدارمون صحبت کنید، ولی این بار هم ترامپ اشتباه کرده و اونو صادر نکرده. حالا ببینیم فردا آقای کومی چه خواهد گفت. و اما جهانگیر شادانلو هفته قبل مهمان برنامه ما بودن، جمعه ویدیوشون هست، اسم ایشون رو اگر تایپ کنید
چه به اسم جهان شادانلو چه به اسم جهانگیر شادانلو ویدیوهاشون میاد. من ایشون رو از طریق ویدیوهای خودش شناختم که در رابطه با اون ماجرای مجاهدین و پولای گزافی که به اون نویسنده دادن و اینها، بعد دیگه باشون دوست شدم. حتی سفری که فرانسه رفتم یه دو سه ساعتی رفتم با ایشون و از این بابت ممنون و متشکر و خوشحالم. و اما جمعه ساعت 3 بعد از ظهر پس فردا باز با ما خواهند بود تا این بار درباره کنفرانس ترکیه و نقش پیمان عارف صحبت کنیم. کنفرانس ترکیه رو من پخش میکنم تا روز جمعه، از روز جمعه هفته قبلم پخش شده، پخش میکنم تا روز جمعه که ببینید چی گفتن، چی شنیدن. این پیمان عارف کی هست؟ پیمان عارف کسی بود که تو ایران عکساش فرستادن که آقا زدنش، کشتنش، تجاوز، نمیدونم، با زنش فرار کرد رفت ترکیه. ترکیه آقا این مأمور جمهوری اسلامی و رفت در خونه‌ش و اونم زنش فیلم برداری که آقا زنگ بزن به جمهوری اسلامی جون اون تو خطر، و بعدا فرار کردن و در رفتن و فراریشون دادن و یکی بود میگه خودکشی گه، گفت نه خودکشون دانش. اینه هم مثل آقای فخرآور فرار کرده تو هتل، آقای چی بود، پر، ریچارد پر رفت آوردش. در صورت این آقا هم فرار کرده با کیف و ساک و چمدون و حالا مثل که در لبنان زندگی میکنه، نعوذن بله. اینو آقای شادانلو میان صحبت میکنن. و اما یه چیز خندداری که حالا اگه بعد فرصت شد اینو از بابک هروی هم میپرسم، چون هم خودش اسلحه داره هم تیرانداز خوبیه، هم تو کالیفرنیا زندگی میکنه. جدیدن میدونید که هر کدوم از این 50 ایالت آمریکا خودشون مجلس شورای ملی دارن، خودشون مجلس سنا دارن و همه اینها دوباره یه مجلس شورای ملی و یه مجلس سنا دارن. اروپا هم همینجوره. و توی مجلس سنای کالیفرنیا قانونی تصویب شده که هر یک شهروند فقط میتونه یه تفنگ بخره توی یک ماه. 29 روز دیگهش لابد باید بره با این تفنگ تمرین کنه، دوباره بیاد یه تفنگ دیگه بخره. جناب سوربی، من خودم میام در مورد مسیح صحبت کنم، قالبت میکنم یا مغلوب، نمیدونم، برات میفرست. مرسی، خوشحال میشم. ولی علی جان بعد از من ناراحت نشی، یا چون سوالایی که من میکنم یک کمی سخت. خب و اما MTV Live، این دوست ما بنده خدا داره زحمت میکشه و وقتی زحمت میکشه به نظر میاد صفحه و اینها بهتر شده و بیننده ها هم حالا میتونن برنامه های به اصطلاح از طریق آیفون و آیپد و اینها ببینن، هم از طریق اون سیستم قبلی. الان شما اگر برید صفحه مردم تیوی رو نگاه کنید، میبینید که تا میرید سمت چپتون یه برگی برداشته میشه مثل دونیت. دونیت یعنی حمایت کردن. اون کلمه صدقه هم هست، ولی ما اینجا امامزاده و اینها نیستیم که از کسی صدقه قبول کنیم. ما به عنوان اینکه طرف بیننده برنامه میفهمه که اگه یه تلویزیونی میخواد مستقل بشه نباید پول از رضا پهلوی بگیره، که رضا پهلوی به کسی پول نمیده، نباید پول از مجلس آمریکا بگیره، نباید پول از این بگیره اون، فقط مردم بیننده ها و اونایی که میان حرفی میخوان بزنن باید این هزینه ها رو متقبل بشن. و تا امروز هم ممنون و متشکرم شما این کار رو انجام دادید. به این دوستم گفتم آقا برای که این دوستان ما خیلی کم صبرن، شما یه دونه لوگو یا یه دونه آیکون بذار بغل این مردم تیوی، این بالای صفحه سمت چپ وقتی که می‌نویسه مردم تیوی بغلش یه آیکون زردی چیزی که بنویسه لایو. لایو یعنی زنده. تو ایران ما عادت کرده بودیم میگفتن برنامه مستقیم، حالا اینجا که نمیتونن بگن استریت یا بگن رایت یا فلان، میگن لایو، یعنی همین الان رو ایر هست و عوض شده. در طی زمان این برنامه لایو عوض شده. الان شما وقتی میزنی لایو CNN معنیش این نیست که طرف نشسته اونجا، معنیش اینه این چیزی که الان داره از CNN پخش میشه، چون باقیش به صورت آرشیو دیگه شده ویدیو آن دیمند،
بایگانی تبدیل شده ویدیو آن دیمند، یعنی ویدیویی که شما الان درخواست میکنید پخش بشه. اصلا خودتون یکم با این چیزا وفت بدید، خیلی نق نزنید. ولی خوشم میاد این بهروز از کانادا برای من نوشت توربی تلویزیون مردم شده مثل ماشینای آمریکایی هست. ماشینای آمریکایی حتما شما هم اولی که دیدید تعجب کردید که اینا چراغ راهنما زرد ندارن عقبشون. همه این ماجرا برای اینه که اینا یه دونه چراغ صرفه‌جویی کنن، ترمز میزنن، چراغ ترمز روشن میشه، از همون استفاده میکنن برای راهنما. و این خیلی بده. دلیلش هم براتون میگم، امتحان کنید دفعه دیگه تو ماشین که هستی، شما داری رانندگی میکنی، دوتا چراغ ماشین رو نمیبینی، یه دونش رو میبینی، هی میبینی این چراغ روشن میشه یه خاموش میشه، یواش میری میگی بیا، اون بدبخت اصلا نمیخواسته بیاد، اون داره ترمز میزنه، شما فکر کنید راهنماست. من نمیدونم آمریکا که اینقدر شور میزنه سیفتی نمیدونم امنیت ایمنی، چرا یه چراغ زرد برای یه چیز نمیذاره. اون وقت اشکالای زیادی درست میکنه. وقتی چراغ ترمزتون میسوزه راهنماتون از کار میفته. اینم باور کنید من 32 سال اینجا هستم، از روز اول این اشکال رو دیدم. و ماشینایی هم که میخرم سعی میکنم که راهنماش جدا باشه، ماشینای ژاپنی، آلمانی، اینها راهنمای جلوش زرد، راهنمای عقبش هم زرده. ولی به روز یه چیزایی نوشته بود درباره راهنما و که چجوری قاطی میکنن و اینکه تلویزیون مردم هم الان شده مثل چراغ عقب ماشینای آمریکایی. کلی خندیدم امروز صبح، براشم نوشتم که آقا نمیدونی کم مونده بود چی میگن خفه بشم از دست تو. در صورت به زودی وقتی که این دوستمون اون لینک رو بذاره، اون آیکان رو بذاره، من بغل مردم تیوی اون دکمه حالا یا قرمز یا زرد که تا باز میکنید شما میدونید ثابت کردن که، البته این برای آمریکایی‌هاست که چیزا رو از چپ میخونه، ثابت کردن شما تا کامپیوتر روشن میشه نگاهتون میره به طرف سمت چپ و بالا. به خاطر همین تبلیغایی رو که در سمت چپ و بالا میخوای بذاری ازت پول گرونتر میگیرن. ثابت کردن که شما چه مجله ایرانی چه مجله آمریکایی صفحات 1, 3, 5, 7, 9 آد بهش میگن فرد، صفحات فرد آگهیش گرونتر باید باشه برای که شما بیشتر ببینید تا میگیری دسته خود به خود صفحه 1 بازه، درسته؟ حالا نگاه کنید چه ایرانی باشه چه آمریکایی. اگه ایرانی باشه وقتی اینجوری صفحه 1 رو باز میکنید، اینجوری میکنید نگاهتون میره رو 3، 2 رو کمتر میبینید، باز میکنید نگاهتون میره رو 5. حالا آمریکایی باشه، اگه آمریکایی هم باشه صفحه 1 وقتی باز میکنید میره رو 3، میره رو 5، 7. اینا چیزاییه که مارکتینگ هست و ما خبر نداشتیم. هم میگوین دایرکت، آها نه اینجا نمیگن خانم جیلانی برنامه زنده رو اینجا دایرکت نمیگن، لایو میگن و یه کمی هم با زبان ما ناجوره، مثلا اونای دیگه یعنی مردن، ولی نمیدونم در صورت مثل که اون جایی که خانم جیلانی فرانسه و اینا هستن کلمه دایرکت هم برای برنامه های زنده استفاده میکنن، ولی تا اونجایی که یادمه تو ایران میگفت برنامه مستقیم. و جالب اینه که اولم این برنامه ها به اصطلاح مستقیم شروع شده بوده، یعنی سیستمی نداشتن که ضبط کنن پخش کنن، فقط پخش میکردن. بعدم که سیستم ضبط میاد میگن خب حالا بهتره اول ضبط کنیم بعد پخش کنیم. بعدن دیگه دوباره برگشتن زنده پخش کردن، گفتن هیجانش بیشتره، هی عوض میشه به خواسته مردم، به شرایط روز عوض میشه. و اما ویدیویی از یه دختر 6 ساله روی فیسبوک گذاشتم، ممکنه شما هم دیده باشید، ولی برای دوستانی که هنوز فیسبوک ندارن، آها ایشون میگه در فرانسه میگوین، خب بسیار عالی، زبون فرانسوی ها فکر کنم از آمریکایی ها بیشتر میشه روش حساب کرد، صحیح تره، هم اروپایی و قدیمی تره هم اونا بیشتر چیزا. اینجا خیلی سرسری خیلی چیزا هستن، اصلا اینجا یکی از مشکلات ما اینه که این اسلنگ های جوان ها رو یاد بگیریم که هر ماه هی بیشتر و بیشتر میشه. و اما بذارید من این برنامه این دختر خانم رو به شما نشون بدم که ببینید با زیرنویس نوشته
و الان ببینیم میشه یه جوری برای شما پخش کنیم. کامرای سه بله نوشته کپکای حلبچه. حلبچه میدونید که همون جایی که در زمان جنگ ایران عراق و بعد صدام روی مردم خودش هم حتی مواد شیمیایی ریخت و اینا رو زنده سوزوند، کباب کرد. حالا اینجا این دختر خانم ببینید چه کار میکنه. سلام برزد امرو روشی لدائید بونیم نه شوهدیسی من 6 ساله هستم، پدر و مادرم خواستن برام هدیه بخرن ولی من گفتم پولشو به هم بدین خودم یه چیزی میگیرم. گناه نداره شماها رو انداختن تو قفس. بذار من این برای اونایی که با تلفن دارن گوش میدن. میگه این گناه نداره که شما رو انداختن تو قفس. یه قفسی نشون میده که توش یه سری کپ کن. میگه به خدا من شما رو میخرم و آزادتون میکنم، مطمئن باشین. میگه الانم اومدم پولامو دادم 6 تا کپک بخرم. دلیلش هم اینه که منم 6 سالمه. خب الانم 6 تا کپک رو آوردم حلبچه آزادشون کنم. برده بالای این تپه‌های زیبا. میدونید چرا در حلبچه آزادشون میکنم؟ چون در هنگام بمباران شیمیایی به همراه انسان‌ها تعداد زیادی پرنده هم خفه شدن. ایدادی میدونم دوست دارم همه کوههای حلبچه پر از آواز کبک ها باشه. قربونتون برم الان آزادتون میکنم. به امید ترمیم محیط زیست حلبچه، به امید آزادی برای همه. کپکا رو داره آزاد میکنه یکی یکی. بله کپکا هم پرواز کردند و رفتن. امیدواریم این کپک ها مثل اون مرغ هایی که مثل کبوتری که آقای پاپ آزاد کرد تا انداختش بالا یه عقابی آمد گرفت و بردش نشن. البته این فیلم دوستان یادتون باشه این یه فیلمی نیست که پدر مادر این دختر دوربین گرفته باشن. این یه فیلم پروفشنال بود، یعنی دوربین، صحبت کردن، سناریو نوشتن، محل، نور، همه اینها چیز شده بود. ولی امیدواریم از این فیلم ها بیشتر به اصطلاح بسازن، مادیفای کنن، ادیت کنن تا عشق، مهربانی، علاقه. حالا این تهیه شده بود، فردا دختر من، دختر شما اینو ببینه بگی بابا منم میخوام همین کارو بکنم. ولی یادتون باشه کپکی که در از تخم مرغ، از تخم کپک که در اومده تو قفس بوده، در قفس باز کنی اینجوری نمیتونه به پره تو کوه و دریا. بعد این کپک ممکنه اصلا روز دوم خوراک گیرش نیاد، از گرسنگی بمیره. اینم یه مشکلی هست. اینایی رو که در قفس نگه می‌دارن اینها بعداً به این سادگی شما نمیتونی ببری. یه آقایی بود میلیاردر بود، رفت یه سری یه جای بزرگی رو خرید، بعد مثلا میمونای توی باغ وحش رو برد اونجا آزاد کرد. بعد همه بهش گفتن این کاری که تو می‌کنی اینا رو به کشتن میدی. گفت برای من مهم نیست، اینا که اینجا دارن زجر میکشن، حداقل برن اونجا اگه از این هزار تا یکیشم زنده بمونه باز اون یکی آزاد شده. که البته یه سریشون کشته شدن همونجوری که اونا حدس می‌زدن، ولی چند تاشون هم به زندگی خودشون ادامه دادن. و اما ساعت 2:47 دقیقه 13 دقیقه دیگه میبرمتون کالیفرنیا تا با آقای بابک هروی باشیم. این هم بود ویدیوی دختری که کپک ها رو آزاد کرد. آها یه دوستی یه مبلغی رو داده که از امروز تا یک شنبه میشه چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه، شنبه، یک شنبه 2 ساعت کنسرتی رو که خانم آریانا گرانده گذاشت به خاطر کنسرت قبلی. حالا کنسرت قبلی هم اجرا شده بود، اون هر کی بم گذاشته بود مثل که خودش هم وایساده بود کنسرت نگاه کرده بود. بعد از کنسرت
بمب گذاشت و منفجر و آدم ها رو کشت و اینها. ولی از همون روز بعدش این خانم دختر 23 ساله که نمیدونید وقتی این آمد و رفت توی وایت هاوس ایرانی ها چه کولاکی کردن. آقا یه ایرانی گفتیم بابا این آریانا گرنده فامیلش، نگاه کنید اصلا اصلش فامیلش به اسپانیش و اینا میبره، بعد این آمریکاییه. حالا هرچ در اصل ایشون بلا فاصله گفت من برای اینایی که اینجا صدمه دیدن کشته شدن، برای مخارجشون، برای کمکشون اینها یه کنسرتی میذارم که پولی نمیگیرم و تمام درآمدش رو، میدونید وقتی میگن در تمام درآمدش رو، من اون روز اتفاقا برای یکی از دوستان نوشته بودم که این شرکت مثلا غیر انتفاعی که مینیسه ما 68%شو چی میکنیم، این اتفاقا خوبه، یعنی 32%ش فقط خرج میشه. گفتم شرکت‌های چیزای بزرگی هستن، حتی من شنیدم یه دفعه که صلیب سرخ میگن شما اگه $100 میدی $3 میرسه به اونایی که باید برسه، ولی همون $3 هم کار انجام میده. در هر صورت اینا هم بالاخره وقتی میگن ما مجانی برنامه اجرا میکنیم، یعنی دستمزد نمیگیرن، ولی خرج هتل و آمدن و رفتن و نمیدونم هواپیما و چی میگن این اجاره دستگاه و اجاره اون ساخت ورزشگاه و فلان اینا رو باید بدن، ولی بالاخره اگر یه پولی هم مونده باشه باز برای اونا. من به این دوستم گفتم خیلی ممنون که شما این کار میکنید، دارید به تلویزیون مردم هم پول میدید، ولی امیدوارم یه روزی هم بشه که مردم برای اونایی هم که تو عراق و تو افغانستان و تو سوریه و تو کشورهای دیگه بمبارون میشن، کشته میشن، بدبختا اونا دو طرفه، هم به دست داعش هم به دست آمریکایی‌ها و یونایتد کینگدم انگلستان و نمیدونم فلان اینها، اونا دیگه نمیدونم مثل که چی میگن گناه مضاعف کرده بودن اینجوری کشتن، برای اونا هم کنسرت بذارن، برای اونا هم پول جمع کنن، برای اونها هم خرج کنن. ولی آیا میشه؟ مثل این میمونه که مثلا من بگم ای کاش پدر من وقت فوت میشد مراسم مثلا تشییع جنازهش مثل مراسم تشییع جنازه فلان رهبر فلان مملکت بود. خب نمیشه آقا، چه بخوای چه نخوای، سیستم دنیا اینجوریه که اونی که بیشتر پول داره، اونی که پلیدتره، اونی که کثیف‌تره، نه اینکه همه پولدارا کثیف و پلیدن، ولی معمولش اینجوریه. یعنی چی میگن هرگز یه چیزی ساخته نشده مگر اینکه یه چیزی رو خراب کرده باشن، وسایل اونو اینجا به کار برده باشن. در صورت بعد از برنامه خود من اون دو ساعت رو پخش میکنم، موزیک و کنسرت و اینها با زیرنویس داره که اگه خواستید به اصطلاح بپیوندید به اون سازمان. و چون قبل از برنامه من برنامه آقای ارشاد داشت پخش میشد و نصفش قطع شد، بعد از اون کنسرت دوباره برنامه آقای ارشاد، برنامه زیادی ما نداریم، برنامه آقای ارشاد میذارم، برنامه آقای چمنارا، برنامه آقای شادانلو که آماده بشیم برای کنفرانسی که در ترکیه بوده روز جمعه صحبت کنن، برنامه کانون آواز نن ساعت 12 روز جمعه هم با کانون آوا خواهیم بود. اسم این دو ساعت کنسرت هست One Manchester Love، که نه فقط اون خواننده، افراد دیگه هم رفتن و به اصطلاح همراهی کردن با این خانم. و اما بذارید ببینیم که دیگه برای شما چی گذاشتیم که در موردش سخن بگیم. و امروز هم اینجا صبح سرد بود، حالا خیلی گرم شده. ما امروز پنکه روشن نکردیم، چون متوجه شدم هفته پیش وقتی پنکه روشن کردم یکم صدای پنکه توی این میکروفون ما به اصطلاح شنیده میشد. البته من گوش خیلی تیزی دارم، شاید هم دلیلش اینه که اون وقتا مثل بچه های حالا موزیکا کرمون نکرد، ما با آهنگای بوی گندم مال من هرچی میکنم مال تو، مثل الان بوم 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 گوشمون کر نشده. و اما بوی گندم مال من، جنبش نه به تروریسم نوشته که حمله تروریستی امروز تهران را محکوم کرد. این دوستان هم اگر مایل باشن میتونن نوشته هاشون رو روی مردم تیوی فیسبوک پخش کنن با $10، میتونن ویدیوهاتون رو پخش کنید با اگر از قبل ضبط شده با ساعتی $20، اگر برنامه زنده بخواین نرخاش هست و ما
نرخمون 11 ساله بالا نرفت. یعنی حقیقتا همین سیستم آمریکا رو داریم، چون آمریکا میدونید چیا ارزون میشه، حتی همه چی نه، ولی یه چیزی که شما موقع میخریدید $400 الان میشه $200، میشه $100. مسائل الکترونیکی معمولا اینجوریه. خب میرفت موقعی که بزرگترم کمتر میذاره، مرغی که بزرگتره تخ کرد. آها بله اینو میگن. در رابطه با پولدارا شما میگید، آقای علی آقا میگه مرغی که بزرگتره تخ کمتر میذاره یا تخم کوچیکتر میذاره. در رابطه با خسیس بودن اونایی که دارا هستن یه شعری هست، فکر کنم مال سعدی اگه اشتباه نکنم، یا بگید شما، میگه که از تنگی چشم فیل دانستم من، آنان که غنی ترند محتاج ترند. یه چیزی اینجوری توی این مایه ها. خب این هم از جنبش نه به تروریسم. و این دوستمون نوشته خازوقی که قطر خورد. من این کلمه خازوقی نمیدونم چیه، یا چیز دیگه ای میخواستید بنویسید وقتی تایپ میکنید، مخصوصا اگه با این تلفن، چون زیرش نوشته با تلفن آیفون بوده، کوچولوها بوده. اینجا تو ویدیو هم مینم نوشته خازوق. بله حالا درسا نوشته خازوقی که قطر خورد با ایران در سوریه به طور غیر مستقیم درگیر بود، امروز تنها راه به خارجش ایران است. هواپیماهای قطر از روی ایران پرواز میکنند. روزانه 200 هواپیما، درآمد سالیانه اش برای ایران $80 میلیون برآورد شده. قبلا روزانه 950 هواپیما از روی فضای ایران میگذشتند. از هفته آینده ایران سبزیجات و میوه های قطر را به طور کامل فراهم خواهد کرد. آینده قطر نامعلوم است، احتمال حمله و تغییر امیر آن بسیار می باشد. نمی توان پیش بینی کرد که ایران و روسیه و ترکیه چه موقعیتی خواهند داشت. ترکیه و روسیه هم بیشتر با قطر نزدیک و مخالف دیگر کشورها در مسئله قطر شدند. این بحران موجب نزدیکی ایران و ترکیه شده است. ترکیه 300 نظامی مربی در قطر دارد. خلاصه هر چه پیش آید بازنده عرب های بی برنامه و دوربین هست. هرچ بی برنامه و دوربین هستن، اگر دورنگر بودن، دوربین بودن که بازنده نمی شدن. در صورت به نظر می رسه که بعد از عراق که در سینی طلایی به وسیله جورج بوش گذاشته شد و تقدیم شد به ایران، بعد از سوریه که به خاطر نادانی های آقای اوباما و دیگران به ایران تحویل داده شد، گویا حالا هم این قطر به ایران داده میشه. حالا امیدواریم این هی دست اندازی و گرفتن کشورهای دیگه باعث نشه خود ایران یه وقت به دردسر بیفته و از بین بره. این دوستمون که از خلیج فارس هست، چون اونجاها هست، اگر لطف کنه یه پیام کوتاهی بذاره درباره این اوضاع قطر، ازشون ممنون میشم. و اما دونالد ترامپ دیدید که حتما مثل این بازاریا یک کت شلوار گله گشاد میپوشه، کراوات همچین اومده تا اون پایین ها و همه مسخرش میکنن. دلیلش اینه، ببینید این شکم چاق، بعد قبقب و چاقی و اصلا اینها، مجبوره این را همیشه با این کت شلوارای مشکی به اصطلاح کاور کنه یا قایم کنه. اونایی که مخالفش هستن اینجا نوشتن که Picture of Trump fighting ISIS. چون میدونید گفت من از روز دوم، از روز اول که میام میخوام با ISIS جنگ کنم. همین هفته پیش حتی بعد از اون ماجراهای لندن و تروریست و فلان اینها، ایشون باز اون برنامه گلف و بازی کردن گلفش رو ادامه داد. دلیلش بازی گلف نیست، دلیلش اینی که اون اونجام که میره دنبال پول و پول در آوردن. و اما میگه که مخالفین ایران عقیده دارن ایران داعش را تربیت کرده، بعد از این جریان چه خواهند گفت؟ وطن فروشان که فقط به قدرت رسیدن برایشون مهم است و دست در دست هر بیگانه نهاده و از هر غریب و دشمن کمک مادی و معنوی گرفتن مسئول هستند. یه تلویزیون جدیدن باز شده دوستان، اگه اشتباه نکنم اسمش هست اینترنشنال ایران. شما چیزی درباره اون میدونید؟
تنها چیزی که من میدونم، میدونم که آقای رضا پولوی خیلی زورش اومده که اینو بازی ندادن و پولی به این ندادن. یادتون شهرام همایون زورش اومده بود وقتی که آقای نوریزاده تلویزیون باز کرده بود، پول از سعودی، یعنی میدونم از عربا، از هر جا که شهرام میگه گرفته، به این نداده بود. رضا پهلوی و اینها هم تلویزیونش آمده درباره این تلویزیون اینترنشنال ایران صحبت کرده. و من برای آقای رامین پیرامون نوشتم آقا این روزا تلویزیون باز کردن 50 میلیون دلار و اینها نمیخواد. البته ایشون نوشت نه، اینها در فلان جا و در فلان جا و فلان جا دفتر دارن. گفتم آقا این روزا دفتر درست کردن در فلان جا هم پول نمیخواد. آقا شما اگه رادیو تلویزیون دارید با من قرار میذارید، ماهی یه مبلغ کمی به من میدید، تلویزیون مردم میشه سیستر استیشن شما. اگر کسی مهمون دارید در واشنگتن، شما لازم نیست براش استودیو کرایه کنی از بی بی سی. این مردی که دیوانه دکتر چی بود اومده بود تلویزیون وین رو باز کرده بود، کرایه کنید چند هزار دلار و فلان، میای به من میگی من یا دوربین میبرم اونجا تو هتلش ضبط میکنم، یا بهش میگم بیا بشین اینجا برنامه رو ضبط میکنیم براتون میفرستیم. اینا چیزیه که تلویزیونای جدید و اینکه تعداد تلویزیونا زیاد شد به خاطر اینکه اوورهد یا کاست اف اپریشن و اینها رو کم کردن، تونستن زیاد کنن. و این روزا هر کسی با یه تلفن خودش رسانه است. بمانه حالا باید دید چه می شود. ایران will start its operation from Lebanon, Czech this next week. دوستی به نام آقا حسام نوشته که ایران از لبنان اپریشن خودش رو شروع میکنه. دوستان اون ویدیویی که بهتون گفتم بمب منفجر میکنه، شما ببینید اینجا آدمی نیست، این زیر درخت ها حالا چند نفر از گرما اومدن نشستن. ماه خورداده، هنوزم گرما به اون سیرت تیر و مرداد شهریور نیست. بعد ببینید کجا بمب منفجر کرده طرف. یه بار دیگه نشون بدم. بله انفجار بزرگیه، ولی کجا؟ شما برو تو دشت و بیابون یه چیزی رو منفجر کن. در صورتی که نمیدونم، البته امیدوارم این به اصطلاح حرکت زشت نه فقط تو ایران، همه جای دنیا برچیده بشه. و اگر اینا هنری دارن با مردم بیچاره، مردم بیچاره‌ای که فکر میکنه اگه بره حرم امام رضا، فکر کنه اگه بره حرم خمینی چرا میره؟ چی میگن بیچاره محتسب خدایا اصلا یادمون رفته فارس، ناچار شده دیگه به هیچ جا دستش نمیرسه، میگه بلکه برم یه پولی بندازم تو این، این به من نمیدونم چی میگن نیازمو برطرف کنه، دعامو مستجاب کنه. ولی تو میری اینم میکشی یا زخمیش میکنی، به جایی که بری بگی چه مشکلی داری، این پولو بگی برو به مشکلت برس، بعد این بگی آها این پدر سوختات پول منو خوردن ولی این سازمان به من پول داد یا این مخالف به من پول داد. در اصل نمیدونم، ما وقتی یه چیزی میگیم فکر میکنیم داریم منطقی میگیم، ولی کسی که میره خودشو منفجر میکنه میشه باهاش منطقی صحبت کرد؟ خب و اما سخنرانی چند فعال سیاسی ایرانی تبار در حاشیه نشست کنگره آمریکا. این دیگه از همش خنده‌دارتره. این همونی که گفتم به منم گفتن آقا شما هم بیو اگه پولی دادن خب پول رو به خرج مدیا کن. گفتم آقا شما برید مادرتون شوهر بدید اول که یتیم نباشید، یه شوهر ننه برای خودتون پیدا کنید بعدن. مهاجمان به نه این نیست. چند لینکش اشتباه گذاشتن. در هر صورت 7-8 نفر آدم بیکار، چون اگه کار داشتن اگه اون روز میتونستن 200 دلار 500 دلار در بیارن باور کنید میرفتن دنبال اون. آقای چالنگیه، آقای فضائل عزیزانه، آقای سینا دبستانیه و یه خانمی فردا میخوان برن تو مجلس. ببینیم اینها چه دست گلی به سر خودشون میزنن. این دست گلی به سر خودشون میزنن میدونید که زبان عامی میگه ببینیم چه تاج تری به سر خودشون میزنه. ترم که میدونه چی چی، اونایی که بچه دارن میدونه. و اما اون شعری بود ایرج میرزا میگفت دو نفر دوز خری دزدیدن بهر تقسیم
اجازه بدیم من میتونم پیداش کنم. یک کمی دیگه نه برگردیم، حالا اینو بهتون نشون بدم. فعلا حمله یک داعشی، بله این این همون داستانه که دو نفر دزد خری دزدیدن. البته من همیشه میگم خری دزدیدن وقت خره رو میخواستن تقسیم کنن، منظورش اینه که اون چیزی که بار خر بوده و اینها، بله حتی همون خر هم تقسیم میکنن. یکی میرسن میگه من خر رو برمیدارم با این خورجینش، تو یکی دیگه اون خورجین رو بردار، و حتی همون سر خر تقسیم کردن که حالا بارا رو که برمیداره با خر میخواد حمل کنه یا خودش باید حمل کنه. دو نفر دزد خری دزدیدن، سر تقسیم به هم جنگیدن. بالاخره تا این دوتا داشتن به هم میجنگیدن، یک نفر دیگه آمد زد و برد. حالا به جای خر، به جای دزد، ما اینجا گربه داریم. ببینید که این گربه ها چه کار میکنن و گربه سومی چه کار میکنن. سه تا گربه هستن، یه تیکه گوشت رو گرفتن، این دوبر این ورونور داره میکشه، گربه وسطی قشنگ داره میخوره، کاری به این چیزا نداره. بله این هم ماجرای حکومت های چون میگن میدل ایسته، با هم میجنگن، اون وسط اون گربه که داره میخوره یوکی و یوروپ و آمریکا هست و الی آخر. خب آقای مصطفی چی میگه؟ سابقه تروریستی در ایران کار مجاهدین ضد خلق به رهبری مسعود رجوی تروریست هست. شما میدونید امروز اگه اشتباه نکنم یک سال میشه از تاریخ اون روزی که اون آقای چیز پرنس عربستان کی بود؟ الترکی، ترکی الفیصل گفت که مرحوم رجوی، و از اون روز تالا هم بازم هیچ خبری از رجوی نشده. و اما دیروز بود که نشته اینجا حمله یک داعشی با چکش به پلیس در کلیسای نوتردام، بعضیا نوتردام هم میگن ولی من اونجا بودم، خودشون میگن نوتردام. حالا کلیسای بسیار بزرگی، اصلا تعجب میکنه که چجوری اینا ساختن، ولی برمیگرده به صحبت همون دوستمون که از خلیج فارس گفت مسجدها و کلیساها رو بزرگ میسازن، خودشون کلاهای بزرگ میکنن سرشون، عصای بزرگ میگیرن دستشون، صندلی بزرگ میسازن که همیشه به من و شما نشون بدن اونها بزرگتر برتر از ما هستن، شاید هم میخوام بگم بدتر از ما هستن. در اصل بله دیروز یه جوونی که مال اونم مال مراکش بوده چکش در میاره، حمله میکنه به یه پلیسی دم همون جایی که همیشه هم پر از توریست هست توی فرانسه توی پاریس، و به اونها میگه که این به خاطر سوریه هست. اگه یادتون باشه اون کسی هم که یه کسی رو از شوروی کشت توی ترکیه کجا بود، اونم بهش گفت که این به خاطر سوریه هست وقتی شلیک کرد، ولی این آدم خودش مراکشیه، یه پلیس دیگه شلیک کرده زده تو سینهش، نگفتن کشته شده، مثل که زخمی شده. حال اون پلیسی هم که با چکش بهش حمله کردن رو به بهبوده، یعنی به اصطلاح اونم بنده خدا کشته نشده. و اما بعض وقتا دیدید مثلا یکی به یک میگه آقا فلانی اومد اینجا یه زمینی خرید و فروخت میلیونر شد، بعد شما به خودت میگی بابا پس ما we are in wrong business، یعنی این کاری که ما میکنیم عمرمون رو داریم تلف میکنیم، اینم ماجرای ماه. به نظر میسی که we are in wrong business، میشینیم اینجا تازه حالا وقتی دوستی اینقدر لطف میکنه 50 دلار میفرسه خوشحال میشیم، واقعا هم خوشحال میشیم، نه برای 50 دلار، برای اینکه دو بار نامش برگشته، بار سوم زنگ زده، بار چهارم ورچه آدرس رو نوشته فرستاده، ممنون متشکرم. ولی ببینید اینا چجوری وای میسن، تابستون تو جای خنک و سرد، زمستون تو جای گرم و نرم، و ببینید چجوری مردم بدبخت میان اونجا و اینا احتمالا چه پولهای از اینا میگیرن. با هم اینو ببینیم، اینم برای اونایی که فقط فکر میکنن مسلمونا هستن که بذارید من اینو بیارم اینجا، آخوندهای مسلمونا هستن یا چیز. این آقای شهافر بیا عزیز من اینو ترجمه کن برای ما، اینو تفسیر کن، شما ببینم از این چی میخوای بگی برای مردم، این چه دینیه چه مذهبیه. کامرای سه دوستان بریم این آقاو که ردا و کلا و فلان پوشیده
این لباس نشون میده مسیحی هست. زیر بعد میخواد بیاد. یا مسیح. دستم میده. مسیح. کم دنبم سو. واحد. یلا واحد. یلا. یه دونه است. یه سلام. مسیح. و سلام خداحافظی شد. یا. دستم میده. بر. مسیح. یا. الحق الحق. انت كل شوية اجلدك انا لا تجي اجلدتهم لا يجون يا جماعة اجلدتهم لا يجون اعوذ بالله عندي ناس واجد اجلدهم انت لا اللي يجلد يروح لهلا لا يرجع بلاش زن ومردم لا يخطر اخويا والله هذا مزنين هم رم مزنين ذنوبك واجد انت ذنوبك واجد ذرف يلا اللي عقبه يلا يلا سلم مع السلامة روح يلا مع السلامة لا حد يسقط على اخوياك ترى اللي يسقط ما اجلد والا نمیدونم اصلا میگه بعض وقتا زبان دیگه قاصره که چی بگه او دوستان ببخشید واخ رفتم تا 3:08 من فکر کردم اسکایپ روشنه یه عذرخواهی بزرگ از بابک هروی واخ خیلی بد شد بابک هروی هم دو تا چیز داره کجایی بابک ببخشید بابک هروی عجب ببینم اینه یا بابک میدونم اون وقتا بابک ام تی وی بود ولی یه دفعه مشکل پیدا کردیم عوض کردیم بابک جون سلام ازت عذر میخوام الان برنامه رو اگه نگاه کنی میبینی یه دفعه ساعت رو دیدم به دوستان گفتم آخ بابک منتظره بابک چقدر جوان شدی چی کار کردی آقا ریش و میش زدی همه رو بخش شدی چرا اینجوری شده صدا بذار یه بار شما به من زنگ بزن شما به من با اسکایپ زنگ بزن نمیدونم چرا اینجوریه صدا الو هایسی دوستان ببینیم که چرا اسکایپ ما اینجوری شده عجبا یک لحظه خدا ذلیل کنه این اسکایپ رو از بس اذیت میکنه ما خاموشش میکنیم وقتی هم خاموشش میکنیم بعد که میخوایم درستش کنیم اینجوری میشه دیگه روشنش میکنیم یک لحظه عذر میخوام از تمام شما بینندگان بیشتر از بابک عذر میخوام که قول دادم بهش 12 ظهر الان 10 دقیقه گذشته من سر این قول و قرارا و اینها دوستان میدونن همیشه سعی میکنم زودتر برسم 2 دقیقه 3 دقیقه باشون زودتر تماس بگیرم نمیدونم چی شد تو این گیرودار ویدیوها اسیر شدیم نداریم خب یه نفر اینجا نیست که بگه آقا ساعت 3 بابک منتظره آقا من نمیدونم چرا اسکایپ اینجوری میکنه یک لحظه اسکایپ بهتون گفتم دوستان اسکایپ نمیذاره شما خاموشش کنین Are you sure you want to من بابا اپدیت نمیخوام الان بکنم چند مکافاتی گرفتاریم از دسته این اپدیت یعنی بروز کردن ببینیم حالا بابک اینجا اسمش نوشته که تماسم گرفته اوکی امیدواریم صدا درست باشه ببینیم میشه پارسا جان صدا میاد عالی شد الان من همینجوری دستش نمیزنم فقط تصویرت بیاد اجازه بده بسیار عالی نمیدونم اسکایپ ما من فکر کردم روشن گذاشتم منتظر ساعت 3 خاموش بود حالا که روشن کردم یه کمی شروع کرده اطفال ریختم ویدیو تام الان نمیاد همجور داره میچرخه اون دایره مشکی یه ذره رقاصی به دیگه اینا دارم قربان دوستان عزیز بهتون گفتم اون روز که بابک توی این رشته کامپیوتر و اینها کار کرده اصلا اون شغل و بیزینسی هم که داشت در همین رابطه بود و دوستانم در همین رابطه کلا سرش گذاشتن
اب نداره. من همیشه دوست دارم دوستان کلا سرم بذارم تا من سر دوستان کلا بذارم. بابک تصویرت نمیاد، نمیدونم چرا. اجازه میدین یه بار من بگیرم؟ بزن از چنگ بزن. آره من الان میگیرم. باش. آره این ارتباطات خدایا بله آقا مصور شدیم شدیم تهران مصور. آقا من دیگه تصویرت کنار تصویر خودم هم نمیذارم، همینجوری میفتمش تو ا. دوستان عزیز با آقای بابک هروی هستیم. من همونجوری که به ایشونم گفتم، چون روز قبل من صحبت کردم ایشون نبود، امروز حق مسلم ایشونه که میکروفون در اختیارش باشه و در مواردی که من صحبت کردم ایشون نظرات خودشون رو با شما در میون بذارن. حسن بابک هروی این بوده که همیشه ریسپانسیو بوده، پاسخگو بوده، هر کسی حتی دشمنا، ما میگم ما دشمن نیستیم، واقعا اینا دشمن ما هستن، دشمن نیستن، مخالفین، صحبتی کردن پاسخ داده. بابک جون این شما و این هم بینندگان و شنوندگان تلویزیون مردم. دوستان درباره کتابی که الان دارم بهتون نشون میدم، کتاب کهنه سرباز 200 صفحه موجود هست روی فیسبوک خود بابک و روی اونم وبسایت خودتونه دیگه هروی. اونو از شاپیفای گرفتم آی سو بیمال آمازونه. اوکی ایشون بهتر بلده. من گفتم چون ما تو تلویزیون مردم چیزی برای فروش نداریم و فقط مثل آخوندا دست دراز میکنیم از مردم پول میگیریم، ما شاپیفای و فلان نداریم. بابک من ساکتم، میکروفون در اختیار شما. خیلی خوش آمدی، خیلی خوشحال دیدم قیافه ماشاءالله بزنم به تخته، خیلی عالی. بفرمایید. قربونتون برم. با سلام به شما و تمامی بینندگان عزیز تلویزیون مردم و با درود به شما عزیزان که نشستین به صحبت‌های من گوشید. هر شب خدمتتون که این قیافه‌های صبحی مال درد و بلاست، هر چی بیشتر میشه ما انگاری بهتر میشیم. وضعیت قالی کرمو مچ پا بخوره بهتر میشه، داستان ما سال بگذریم. ولی محبت داریم. نه این خبرا نیست. هر شب خدمتتون که ممنونم از این که کتاب کهنه سرباز رو پروموت کردید، نمایش دادید، در موردش صحبت کردید و ممنونم از این که نقدش کردید. چرا؟ چون هر آنچه از دوست رسد نیکوست. یعنی اگر شما با محبتی که میدونم دارید میایین و این کتاب رو نقد میکنین، این شاید با ارزشترین باشه برای من. چرا؟ چون قادرم که مسئله رو ببینم و توضیح بدم. هر شب خدمت شما دو مطلب رو شما مطرح کردید. یکی این بود که چرا با بسیجی ها مسئله دارم و آیا این مسئله 30 ساله است یا نه. هر شب خدمتون آقای سوربی، نه اینطور نیست. خود کتاب رو هم که مطالعه کنید، این گرفتاری و گیز و دردسر از همون سربند جنگ شروع شد و با تمام قدرت هم شروع شد. حالا چرا؟ در همون کتاب آمده که ما موقعی که فرض بفرمایید پادگان آجمبران رو میگیریم در خاک عراق، خب عراقی ها پشت به دشمن رو به میهن ده با دو و یه سری توپ ضد هوایی آرلیکن بسیار عالی جا گذاشتن، اگه اصلا ما نداشتیم تو سازمان ارتش و با اون تعداد حمله هوایی که در روز به ما میشد، خب ما مثل گربه دور دک و چیلمون رو لیسیدیم که خب از فردا حداقل دو تا هواپیما کمتر. صبح بلند شدیم می‌دیدیم اینو بسیجی‌ها بردن. حالا نه گلوله‌شو دارن نه دانش استفاده‌شو دارن، ولی کاری که سپاه و بسیج در جنگ می‌کرد این بود که هر چه غنایم به وسیله ارتش گرفته می‌شد، بلافاصله روش یه دونه از این کلیشه‌های سپاه و بسیج می‌ذاشت، با یه اسپری رنگ می‌زد، سپاه پاسداران جمهوری برم داشت می‌بود. این فقط یه مثال. مثال های بعدی زیاده. میگم تبعیضی که در جبهه‌ها قائل میشدن برای بین بسیجی ها و سربازهای وظیفه، یه بسیجی نوشتم توی همون کتاب 3 ماه دورش بود که بیاد مثلا خدمت کنه، که از این 3 ماه 1 ماهش آموزشی بود و 2 ماه باقیش هم مثلا قرار بود اینو تو خط بشه. اما اگر سرباز وظیفه از خط عقب می نشست
و به خونش میرفت دادگاهی میشد، میتونست اعدام بشه. اما بسیجی تا دو ساعت تا ثانیه قبل از شروع عملیات حق داشت به خونش. هیچ کس هم حق نداشت بهش بگه چرا داری میری، کجا داری. میگیم وظیفه است. خب اولا اینها خدمت بسیجی که انجام میدادن از خدمت وظیفهشون هم کم میشد. ببینید درد ما یکی دوتا نیست. یه موقع هست میگه آقا شما بسیجی داری میای خدمت میکنی، خب خدمت سربازیت هم باید بکنی سر جاشه، چون داری شما این محبت رو میکنی، این فداکاری رو میکنی، در مقابلش کمپوت بیشتری بخور، غذای بهتری گیرت بیاد، لباس بده، اشکالی نداره. چرا؟ چون داره منت به سربازیت. ولی وقتی که همین منت از وظیفش هم کم شد، اینجا میشه تیغ دو سر. چرا؟ خب منم دارم همون وظیفه رو انجام میدم، 800 هزار نفر سرباز دیگه هم توی واحدهای مختلف دارن همون وظیفه رو انجام میدن، اما بدون هیچ گونه امتیاز. حالا داستان بسیج در عمل های صحبی عزیزم این بود، چون سپاه پاسداران خودش از جنگیدن میترسه. در زمان که عراقی ها هنوز پشت دیوارهای خرمشهر بودن، یک لشکر که البته میگم لشکرهای سپاه استعداد گردان رو داشتن، یعنی هزار نفر بیشتر نبود به زور، ولی اسمشون رو میشن لشکر، این لشکر رو گرفتاری روانی هر شبت که یه لشکر سپاه بوده، گردان دیش بوده، تکاوران نیروی درگیر، اینها قرار بوده که عراقی ها رو متوقف کنن روی جاده ماهشهر به خرمشهر، و اینا این کارو میکنن، قصد میذارن، تصمیم میگیره ستاد اروند که اینا تک کنن به واحدهای عراقی، اینا رو عقب بزنن. بسیار عالی، گردان دش عمل میکنه، تکاوران نیرودایی که واقعا سر تعظیم دارن در مقابل تمامشون، اینا عمل میکنن، آقایون پاسدارا از اون طرف عمل میکنن، در میرن و این عملیات شکست میخوره و خیلی از این عملیات های دیگر. ببینید توی همون کتاب اومده ما ارتفاعات حاج عمران رو 3700 رو با خون گرفتیم، یعنی عزیزترین هامون رو از دست دادیم. شب بسیج مستضعفین تصمیم میگیره عقب بشینه که فرمانده من جناب سروان نشاط دو تا توپ رو آورد وسط جاده، کوبید راه اینا رو بست، یعنی دیگه جایی واسه رفتن نداشتن. اگر اون شب این اتفاق نیفتاده بود، اون ارتفاعات رفته بود. ببینید مسئله این نیست که بسیج بعد چه کار کرد در جامعه، مسئله این نیست که بسیج بعد تو خیابونا تیغ کشید یا حتی قبلش جوونا رو گرفت برد زندان تجاوز کردن، که اینا رو کار ندارم. من فقط بسیجی دارن در چهارچوب جنگ میبینم و از به بیرونش کاری ندارم، چون همون بسیجی ها تعداد زیادیشون اینا اصلا بسیج رفتن قصد این بود که شما امتیازات جنگ بودن رو داشته باشی، ولی جنگ چنانی آنچنانی هم ندید در تا سال 63 که من خدمت میکردم. حالا بعدش اگر بردن 800 تا قواص فرض بفرمایید که جایی بکشتن دادم یه بحث هست، ولی در کل بعدم یه تعداد زیاد داشت از این بسیجی ها فقط نمیدن جبه عکس بگیرن. ما اون موقع درست دوزاریمون نمیافتاد، جبل ارتش اجازه نداشت دوربین داشته باشه. بعدم شما الان توی عکسای زمان جنگ نگاه کنید، مال ارتش اصلا نیست تقریبا، یه تعدادی حالا مثل من، مثل دوستای من دوربین داشتن گرفتن، اونم محفلی و خانوادگی سنگری بوده. هیچ وقت ما ور نداشتیم به صورت سیستماتیک. الان شما تو گوگل بریم بزنین جنگ ایران و عراق، ببینید فقط عکس بسیجی هست. یعنی اینها از اون موقع طرح داشتن. یه عکس توی همون کتاب کرنس عباس هست، عکس در آخرش، عکس شهید رمضان پوره یادش بخیر، ما یه گروهی وایسادیم، بچهای سنگره خودمون که با هم عکس بگیریم. اگر نگاه کنید در گوشه عکس سمت راست فکر میکنم دو تا سپاهی بسیجی ایستادن، یعنی اینا آزار داشتن، انگار دستور داشتن هر کس عکس میگه اینا هم عکس باشه. البته بعد دیدیم نتیجه که کیا اومدن صاحب جنگ شدن و کیا در این جنگ فراموش شد. کسانی که خدمت کرد از خونشون، جانشون، خانوادهشون، از همه چیزشون مایه گذاشت، اینا فراموش شد. اما الان نگاه کنید
شهید این شهید اون باکری همت، اصلا اینا تو جبهه نبودن، این یه داستانی بوده، یه نوشتن باز توی همون کتاب لشکر سپاه محمد رسول الله به قول خودشون که باز میگم استعداد یه گردان داشتن، لشکر نبودن، اینو ورداشتن های سوریه، درسته بردن سوریه. چرا؟ دشمن در خاک ایرانه، دشمن در خرمشهره، سوریه چه خبره که این لشکر باید بره اونجا؟ ببینید پس مسئله جای دیگه است، مسئله کینه امروز من از بسیج نیست، مسئله حق رو به حق دار دادن و به حق دار دادن هست تو این مطلب، و اون این است که ارتش ملی ایران بود که ایران رو پابرجا نگرداشت و نگذاشت به سر سوزن از خاک ایران از دست. بسیج بجز گرفتاری درد سر و به قول اینا لایبلیتی یا چی بهش میگن مسئولیت درست. مسئولیت برای ما نبود. آی سوربی الان کلمه مسئولیت رو گفتیم یاد یه مطلب جالبی افتادم. ما در شب قبل از این که عراقی ها حمله کنیم خب یه موضعی زده بودیم، چند سنگر داشتیم، آمادگی داشتیم، شما آماده میکنیم میدونستون قرار حمله بشه. 5 بعد از ظهر بود 4 تا ماشین خاور اومد، یه مشتی بچه بسیجی تهران رو پیاده کردن توی این موضعی که ما سنگر زده بود، و چون اینها سنگر نداشتن اینها تو سنگر ما قسمت کرد. این قسمت کردن یه عادت قدیمی و داستان به این صورت شروع شد. به ما یکی دوتا از این اومدن تو سنگر ما، خب البته یکی چایی هم بهشون دادیم، کنسرو لوبیا طبق معمول، چلکبا و ارتش گذاشتیم جلوشون، و عراقی هم که دیدن 4 تا بنز خاور اومده و 4 نفر ازش پیاده شدن شروع کردن این موزه رو با توپ کوبیدن، و چنان هم میکوبیدن که شما دست نمیتونستی ببری بیرون. همین راحتی کار ما این بود، سربازه که کهنه تر بودن، قدیمی تر بودن، ما میدونستیم که این بچه ها خب اولش میومدن تا میشست شروع میکرد شعار دادن، بلبل کردن، حرف زدن، چراشون استراب داره حقا. بعد اینا ایسوی ساکت میشد، یعنی یه دفعه میدیدیم این شمع خاموش شد، از ثانیه که این شمع خاموش میشد ما اینجا دیگه با نگاه با هم شرط بندی میکردیم که 5 دقیقه دیگه این منفجر میشه یا 10 دقیقه دیگه یا هرچی. چرا؟ چون اتفاق بعد این بود که این جوان بعد از 5 دقیقه تا 10 دقیقه توی سنگر احساس خفگی میکرد و خواست برید. بیرون رفتن این بچه همون بود و سرش رو با ترکش از دست دادن هم. چاره ما چی؟ باید این بچه رو میپریدیم به موش دست باشیم میگرفتیم به تو چکش میزدیم میبستیم شه گوشی میزشتیم. بسیج این بود. دلم برای اون بچه ها هم میسوزم، اما جنگ جای بچه ها نبود. برای خود ما 18-19 سالمون بود، تعلیم میده بودیم مثلا خبر خیر سرمون، برای خود ما جای موندن نبود، نمیشد. یه روزش هم 100 سال بود. حالا شما 4 تا بچه رو با نوها آهنگران گول بزنید بیارید تو سنگر رو ول کنید، بعد ما نه چیکار کنید؟ لایبلیتی هم مسئولیت هم باعث میشتن گفتی از بیمید هر وقت درشون خواست عقب میشست. پس این توضیح من در مورد مسئله بسیج. فرمایش شما درسته، قبول دارم، همه به این صورت نبودن، بودن کسانی که واقعا خالصانه آمدن، که البته اونا رو من یه مسئله کوچیکی دارم. اگه شما خالصانه می اومدی چرا نیومدی به ارتش خدمت کنی؟ ببین اینا یه مسئله منی. خب ارتش که هست، سازمان که داره، سلاح که داره، همه چی، چرا میری تو بسیج؟ داستان بسیج چیه؟ من قول دادم صحبت آقای پروی، من قول دادم صحبت نکنم، ولی وقتی که جنگ میشه تو مملکت و من دبیر هنرستانم، آقای استقامت دبیر هنرستانه، آقای عالمچهر دبیر هنرستانه، هممون سربازی رو چند سال پیش انجام دادیم، دیگه چجوری میتونیم برگردیم ارتش؟ کاملا حق با شماست. ببینید در این موردی که ذکر کردید من تسلیم، اما شما به بافت اصلی بسیج نگاه کنید، سنای شما نبودن، از 14 رفته اون تو اس نوشته چون عشق تفنگ داشته تا 19 یه سری هم ادارات، اون اشکال بود. ولی اونی که شما میگید توی تمام دنیا رسم بر این هست که وقتی که
شما سربازی کردی، بعد تا 40 سالگی هنوز تعهد داری و توی به اصطلاح احتیاط هستی. اگر سیستم اینها درست بود، به جای این شیر تو شیر بودن و اون آهنگای آهنگران بزار و پاوه جنگ است نشستن ننگ است و بچه رو که توی مزرعه کار میکنه کلید بدن دستش بیاد، اینا میتونستن اون سربازای احتیاط رو به اصطلاح فرا بخونن به جبهه ها یا به پادگان ها. ولی شرایط بعد از انقلاب همون ماجرای شیر تو شیر بود. بعد اینا یه افرادی مثل آقای سازگارا که با چه فکری، من نمیدونم این فکر این چقدر پلید بوده از اون اوائل که چجوری میتونسته بیاد اون سپاه رو را بندازه، بسیج رو را بندازه، جهاد سازندگی را بیفته و همه اینها. من میبینید الان مثلا فردا آقای فضائل عزیزان، سینا دبستانی، آقای چالنگی میخوان برن تو مجلس، مثلا خندم میگیره. یعنی پدرسوختگیه. مثلا شما رفسنجانی رو حساب کن، بعد با این آقای سینا دبستانی، سینا دبستانی من باهاش دوستم، مهندس راه و ساختمونه، توی ویداد کار میکنه، ولی خیلی نعیب هستن، ساده لو میشه بگیم یا خوشباورن. مثلا کسی که شما برید کتاب رفسنجانی وقتی میخونید از خاطرات زندگیش از سال 1342، اینا حالا هر چی میخوان شما بگید، من بگم نعلین و فلان، اینا پوتین به پا، اسلحه به دست رفتن. افرادی هم مثل دکتر ماسالی هم از اون ور اسلحه به بر، اسلحه بیار، از اون ور مجاهدین فلسطین فلان، اینا با برنامه رفتن، نه اینکه مثل فخرآور بریم آقا فلانی. یه خانومی هم اومده، خانم لوپز از CIA، میخواد بگه ما این دفعه دیگه مصمم هستیم ایران رو آزاد کنیم. بعد یه قاضی آقای شعافر 70 ساله بلند میشه از استرالیا میاد گول این بچه سوسول فخرآور میخوره. تازه ما منم دعوا میکنم میگم آقا ما نزدیک هستیم، ما بوگند اینها رو میدونیم. در اصل من ممنونتم. یه موضوع دیگه ای که بود راجع به جنگ و شروع جنگ و اینها بود، نه؟ چون همه حتی سازمان ملل و اینها هم اونا رو محکوم کردن که اونا حمله کردن. ولی خود منم گفتم که به اصطلاح انگولکای اینا هم بود از اولی که اومدن هی گفتن ما میخوایم اسلام رو صادر کنیم و اینها. البته ناگفته نماند که صدام هم این عشق حمله به ایران و قادسیه دوم تو سرش بوده. نگاه شما به اون قسمت چیه؟ 100% حق با شماست. یعنی در تمام مواردی که ذکر کردید من با شما موافقم. چیزی که میخوام بهش اضافه کنم اینه، جمهوری اسلامی از روزی که، ببینید این رو با سند داریم صحبت کنم، از روزی که، یعنی از فروردینه سال 1359 میدونه، مطمئنه که عراق قصد حمله به ایران داره. از دو طریق، یکی از طریق عوامل اطلاعاتی که ما داریم و اسنادش هست، دو از طریق کسانی که این آخوندها در جریان قیام شاهرخی دستگیر کرد و آقای بختیار لو دادن، اینا دستگیر شدن و خیلی راحتی که از این افسرها برمیگرده میگه، میگه که ببینید قصد ما نه کودتا بوده نه کشتار ملت، قصد ما جلوگیری از یک مطلب بدتر بوده. اینو من نوار ویدیوشو دارم قربون، مال همون موقع در تلویزیون جمهوری اسلام، میگه به ما تفهیم کرده بودن که اگر شما حکومت رو به دست نگیرید عراق هم بخواهد. پس جمهوری اسلامی دقیق میدونست. حالا ببینید ستاد اروند کی تشکیل میشه و با چه مخالفتهایی از درون خود جمهوری اسلامی. ستاد اروند 6 ماه بعد از اون به ابتکار دریادار مدنی تشکیل میشه، از که نیروی دریایی چون دیگه واقعا عصبیش کرده بود این مطلب، کشتیهای اصلیشو خارج میکنه از بندر خرمشهر، به آبهایی میبره که امتر بودن و ستاد اروند رو تشکیل میده. از اونجا گردان یک تکاور رو از بوشهر اعزام میکنه به خرمشهر. یعنی تمام اینها مال قبل از این مطلبه و جمهوری اسلامی به وضوح میدونسته. حال جمهوری اسلامی که به وضوح میدونه از سربند قیام شاهرخی
میاد یه دفعه 300 تا خلبان ما رو اعدام میکنه، خلبانانی که جایگزین شدنی نیستن. آقای سربی ما نمیتونیم اینا جایگزین کنیم و خود این خلبان ها هم با خدمت برای کشورشون مسئله ندارن. موقعی که جنگ شروع شد یه تعدادی از این خلبان ها که هنوز باقی مونده توی زندان مونده بودن، آقا خانواده ما رو گرو بردارید بگذارید وظیفه‌مون رو به وطنمون انجام بدیم. مسئله ما شما نیستی، مسئله ما الان وطنه. ادامه لشکر 92 زرهی اهواز، بزرگترین لشکر زرهی خاورمیانه، آی سوربی موقعی که جنگ شروع میشه دو تا تانک عملیاتی داره. وای خاک بر سر اینا کنه که شما بدونید جنگ قرار انجام بشه. صدام تا دندون مسلحه، حیوان عرب پشت اون مرز داره باز خودش زمین رو میکنه. شما بیاین افسر سرنگ فرزانه فرمانده لشکر رو اعدام کنید، لشکر 92، افسرهای هرچی بالاتر از سربرده رو اعدام کنید. ببینید باور کردنی نیست حجم این خیانت. خود همین صیاد شیرازی من نمیدونم به چه حماقتی این کارو کرد. دو تا یک گردان از تیپ 9 رو توی جاده گردن خان از بانه به سردشت رو کشتن. این همون ماجرایی که میگید اون آقای قبل از اونه که ما اونجا باشیم یک سال قبل. آها یه ماجرایی هم آخه بودش که ما تو اون اتاق بودید آقای رضایی و بعد بله. بودید پسر خمینی و اینا صحبت میکنن. بله دوستان این کتاب رو بخونید حتما و در موردش هم انتقاد کنید. میبینید که با چه آغوش بازی انتقاد پذیر هست و میاد دربارش صحبت میکنه. ضمناً آقای هروی، خانم دکتر بهیه جیلانی هم از پاریس نوشتن که هم لاغر شدید. من پیشنهاد میکنم شما دیگه نه ریش بذار نه سیبیل و همین هیکل و همین صورت رو رعایت کن. و من اون روزم به دوستان گفتم که به شما گفتم این کتاب رو به صورت گویا در بیار، فعلا حرفم رو پس میگیرم چون من با خوندن این کتاب انقدر منقلب شدم. حالا میدونم که شما با نوشتنش چه مکافاتی کشیدی. فعلا کمی به خودت و خانواده برس، بعد هر وقت که دوست داشتی، من میدونم شما از لحاظ چیز هر وقت ما اشکالی داشتیم اتفاقا پرسیدیم کمک کردید و اینها از لحاظ تکنیکی و کامپیوتر اینا، ولی اگر کمکی از لحاظ ضبط و این برنامه باشه من در خدمتم. و اون کتاب گویارم اگه درست کنی پخشش از تلویزیون مردم مهمان من و من اون خواهش میکنم. باشه عزیزم از خانم دکتر جیلانی تشکر میکنم. هر شبت که ندیگری شو سیبیل ندارم همه موهامو ریخته دیگه تموم شد رفت. روزگار بلایی به سر آدم میآورد که اگر خود به خود فکر نکنید اون به شما فکر میکنه. گفتم اینا تمام در اثر ضرب و لطم است، هیچ اشکال نداره. ممنونم از شما، از همه عزیزانی که این برنامه رو تماشا کردن، واقعا سر تعظیم دارم. و آرزوی اول و آخر من ایرانی است آباد و آزاد. اول آزاد بعد آباد. حالا دیگه آقای هروی آقای هروی میدونم که شما 3 ساعت به اصطلاح جوانتر از ما هستید توی کالیفرنیا، احتمالا ممکنه خبرهای این حمله به پارلمان ایران مجلس ایران و اینها رو نشنیده باشید. 3 صبح گرفتم خبرهای نظر در اون مورد چیه حالا که شنیدی؟ آی سوربی من یه نظری دارم خیلی خلاصه. اولا اینکه تلویزیون ایران اینترنشنال امتیازش به نام یک عرب اماراتیه. راستی به نام آقای رمضان پور هم یه گویندم اونجا هست به نام رمضان پور. بله. حالا اگه خواستید با اون منصور دوست شما بوده یا حسین منصور بود. بله. نه بابا اون منصور اون با این رمضان پورا فرق داره. اوکی گفتم شاید حالا یه وقتی یه پیوندی آشنایی باشه یا مثلا امیدوارم نباشه. نه گفتم مثلا ممکن اینم یه هفته اومده تو جهاد کار کرده حالا یه تلویزیون بهش دادن. خفه کنه خدا اول آخرشون همه رو با هم. ولی امتیاز این تلویزیون مال یه فوتبالیست عرب اماراتی. آها. به همین احمقانگی که فوتبالیست اماراتی رفته امتیاز تلویزیون ایرانی در انگلیس گرفته. آخه تو انگلستان خیلی مشکله، مثل آمریکا به این سادگی نیست. قربان پول حسابی رو بکنم پول سادگی نیست. سه تا مشکلشو با پول حل کرده.
بابا جون هر وقت موضوعی بود، مسئله‌ای بود که خواستی دربارش صحبت کنی خوشحال میشم. حالا من نظر... یک کلمه بله 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 میخوام اون نظر بگم در مورد حمله دیشب. همون میخوام همین رو بپرسم، بگو. حمله دیشب های صحبی شما خودتونم دیدین اون انفجاری که در فیلم نشون میده انفجار ماده C4 نیست، اون دینامیته. چون C4 اگر بود اون دیوار ریخته بود، تا 10 متر شعاعش گود کرده بود. اصلا به نظر میاد انفجار بی خودی باشه، جایی که یه جای باز یه چیزی رو تقی منفجر میکنن. این میدونی منو یاد چی انداخت های سوربی؟ منو یاد اون فیلمی انداخت که مزاحمین خط در مورد قرارگاه اشرف داده بود، همون خالی بندی ها توش بود. حالا تعجب میکنم اونا نگفتن ما بودیم تا داعش گفته ما بودیم. داعش هم شما ببینید عزیز من، داعش شما یه گوگل رو نگاه بکنید، بزرگترین خریدار نفت داعش در طول تمام این سالها بشار اسد در سوریه بوده، جاش هم دلار و اسلحه‌ای بهشون داده که از ایران دریافت کرده. ببینید داعش آف برنده، یه به قول معروف یه انشعابه از القاعده بود که قرار بود القاعده رو از داخل داغون کنه و کرد. توجه دارین؟ داعش همیشه در جهت منافع جمهوری اسلامی حرکت کرده و جمهوری اسلامی هم در سوریه هیچ وقت تا امروز یک گلوله به طرف داعش شلیک نکرده. حال بیا بی پرتغال فروش. بسیار ممنون. خب پس با شما خواهیم بود در آینده، هر وقت که دوست داشتی با ما تماس بگیر. و باز هم ازت عذر میخوام که امروز من این اشتباه بزرگ رو ساعت 3 انجام دادم و کلن یادم رفت ساعت رو، هی اعلام کردم گفتم حالا 13 دقیقه دیگه، یه دفعه رفتم صحرای کربلا. بسیار کار خوبی کرد. ممنونم ازت. خواهش میکنم قربون شما برم، فدای همه عزیزان. فریان پسر گلت رو ببوس و از قول من به خانواده سلام برس. یک دنیا ممنون، قربونتون برم. با امید دیدم. خدا نگه. خدا نگه. خدا. دوستان عزیز، با آقای بابک هروی بودیم از کالیفرنیا و اجازه بدید من فیسبوک ایشون رو هم به شما نشون بدم، چون اون موقع ترسیدم اصلا دست بزنم به اسکایپ. این هم فیسبوک ایشون با همین اسم خیلی ساده، بابک هروی تایپ که میکنید اسم ایشون رو صفحه شون میاد و توی صفحه هم این عکس رو میبینید. با هم نگاه کنیم. اون روزم بهتون نشون دادم چون موزیک هم میزنه، موزیسین هست. اینها عکس یه گیتار هست. این کامرای 3 عکس یه گیتار. این بالا بابک هروی توی باکس بنویسید، این پایین خودش بابک هروی میاد. اگه بابک صدای منو میشنوه، اگه اینجا بتونی با فارسی هم بنویسی بابک هروی دیگه چه شود. یه چیزی مثل این ببینی الان دوستان چه بنویسن، سوربی به انگلیسی. یه بزرد نشونتون بدم، فهم به کانون آوام این پیشنهاد کردن، ما که الان دو تا الفابت داریم و دو تا زبان داریم، اینجا نگه دو تا زبان تو حلقمون هست و دو تا زبان صحبت میکنیم. ببینید اینجا من نشتم پارسا سوربی فارسی، پارسا سوربی انگلیسی، و این کار رو بهتون اجازه میده که انجام بدید روی فیسبوک. خب ممنون از بابک هروی. ساعت 3:41 است و در رابطه با کنسروهای لوبیا که ایشون گفت کنسرو لوبیا چلو کباب ارتش، یادمه ما توی من همین لشکر 92 زرهی اهواز، لشکر 81 زرهی اهواز، تیپ 55 هوابرد، تیپ 77 خرم‌آباد، همه اینا رو من خدمت کردم. خدمت خیلی بدی داشتم. البته برای بابک اون روز گفتم وقتی آدم میگه آخ چه خدمت بدی داشتم، آخرش هم شدم مأمور حکومت نظامی تو شهر خودمون که از همه چی بدتر بود، بعد که میاد کتاب اینو میخونی میبینی واه این بیچاره ها چی کشیدن. دیدید اون ماجرایی که میگن یک سر بریده‌ای روی آب میرفت و داشت نق میزد، این چه زندگی بود من داشتم، اینم حالا عاقبتم سرم که بریده شده هیچ معلوم نیست کجا برم. یه نفر بهش گفت آقا نق نزن، از این بدترم ممکنه. گفت مگه میشه؟ اما موقع سر خورد به یه سنگی، گفت آخ
از این بدتر هم امکان داره. در هر صورت این ماجرا هست. کنسروهای لوبیا رو یادمه توی اون دیپو، توی اون تدارکات، هر چیزی که اینا رو نگه می‌داشتن به این صورت بود که اینا رو برای اینکه تاریخ مصرفش به اصطلاح نگذره، هر از مدتی با وجودی که تو پادگان بودیم از اون خوراک به اون میدادن که بتونن یه سری جدید بیارن. حالا ایشون سال 51 که میگه نمیدونم تاریخ درست شدنش بوده یا تاریخ مصرفش چیزش بوده، به اصطلاح تاریخ expiration، اینجا میگن تاریخ مصرفش اون موقع تموم میشه. ولی خب کلن از این که شیر تو شیر شده بوده، همین خیلی ساده، به جایی که ارتشی ها رو که دوره دیدن، خدمت دیدن، الان تجربه زندگی رو هم میتونن بهش اضافه کنن به عنوان احتیاط بیارن، از ترسشون بسیجی و سپاه و جهاد رو بیارن، بعد خود این نیروها یه سری درگیری ها داشته باشن با هم که افرادی مثل بابک لطف میکنن تا هستن مینویسن، توضیح میدن، کتاب گویا درست میکنن، برنامه رادیو تلویزیون درست کنن. و من همیشه از این افراد تشکر کردم و باز هم تشکر خواهم کرد. خب انفجار در آرامگاه خمینی رو خوندم، سخنرانی چند فعال سیاسی ایرانی تبار در حاشیه نشست کنگره آمریکا، یعنی اینا نمیخواستن برن کنگره، چون اون کنگره آمریکا یه نشستی انجام داده، حالا اینا هم گفتن خب ما بریم اون حاشیهش یه کنگره انجام بدیم، ببینم اگه کسی از اینا حاضر میشه بیاد صحبت کنه. از همشون شجاعتر این آقای فضائل عزیزانه. البته فضائل عزیزان میدونید رفت دنبال درس و زندگی و اینها، من خیلی تشویقش کردم چجوری دوباره برگشته خودش رو با این افراد، مخصوصا با اینایی که واشنگتن، من خودم واشنگتنم البته ویرجینیا هستم، ولی نمیدونید چه محیط کثیفیه، هرچی بهتون بگم کم گفتم. و اما حمله یک داعشی با چکش، این هم یک عقیده، اونو بهتون نشون دادم. و دوستان بعضی ها که منو درک نمی کنن میگن آقا شما با شاهنامه، ولی میگم نه آقا من چیکار شاهنامه دارم. یا آقا با فردوسی بعدی، میگم نه آقا آقای فردوسی 1000 سال پیش مرده، من چیکار دارم به مرده. آقا با فرهنگ ایران بعدی، میگم نه آقا ولی شما من بگو فرهنگ ایران چیه، دروغه. میگم نه آقا. میگم خب پس چرا میای میگی آقا رستم آمد ز کوه سرازی شد، این رخش ترمز دستی رو کشید، بالهاش باز شد. خب چرا این دروغ ها رو میگی؟ من میگم خب این فرهنگمونه. میگم فرهنگ شما پر از دروغه. حالا من یه توضیح از شما میخوام، تفاوت منی که کراوات زدم اینجا یا آقای چمنارا که کراوات زده، میان میگیم که مثلا یه شعر مال شاهنامه رو بگید، چو بخت ایران برگشته شد، عرب بر ما پیروز شد. و حالا این که باز حقیقت یه داستانیه، یه شعری که خودمون هممون میدونیم دروغه، اوکی؟ مثلا سهراب رو مادرش توران نمیدونم چی پرورش داد، ولی به اونها نگفت، بعد این کشور رفت با ایران بجنگه، هیچ که دیگه نبود، این یک پیدا شد رفت اینا. شما تفاوتش به من بگو با این آخونده چیه؟ تفاوتش با این آخونده چیه؟ الان بهتون نشون میدم. اینو سعید فرستاده، ازشم خیلی ممنونم. قبلا هم من دیده بودم این آخونده درباره همین شیر و پلنگ و امام صادق صحبت میکنه، ولی دیگه جایی بهتر از این ندیده بودم که من به آقای چمنارا بگم آقا تفاوت آقای بهرام مشیری و دیگرانی که از شاهنامه اون داستانها رو، آقا داستان قصه اشکالی نداره، ولی به صورت حقیقت میخوان به خورد مردم بدن، با این آخوند چیه؟ دوستان شما به من بگید تفاوت اونها با این آخوند چیه؟ شیره اومد یال و کوپانشو به شیره اومد یال و کوپانشو به پای موسی بن جعفر علیه السلام مالید. بعد دیدم حضرت دستارو بلند کردن، بعد دیدم حضرت دستارو پایین انداختن، بعد دیدم این شیر گریه کرد، عشق از چشمانش ریزان شد، یه قرشی کرد و شیر رفت. حالا که هر گو
گذشت اومدم فرمان آقا موسی بن جعفر. گفتم آقا جریان چی بود قربونت برم؟ حضرت فرمودن این شیر جوون دل بده ببین یه حیوان با امام زمانش رابطه برقرار میکنه. من چقدر با مهدی فاطمه رابطه برقرار کردم. ها حضرت فرمودن این شیر اومد وقتی که با من صحبت میکرد اینو گفت، گفتش که تو امام زمان منی، تو موسی بن جعفری، زن من باردار است. موسی بن جعفر امام زمان من حیوان میفهمه. ای باری کلا به او حیوان که امام زمانش رو درک داره میکنه. بعد عرضه داشتش که حضرت فرمودن به من گفت آه تو امام زمانمی، جایی ندارم برم. حضور انورتون که عرض کنم کجا برم؟ اومدم در خونه شما، شما رو تو بیابان پیدا کردم، دعا کنید همسرم راحت وضع حمل بکند. بعد آقا موسی بن جعفر به این اصحاب صحابیشون فرمودن من دستارو بالا بردم، گفتم خدایا این خانم این شیر راحت وضع حمل بکند. وقتی که دستامو آوردم پایین به این شیر فرمودم، گفتم که ای شیر خدا به تو یه آقا پسری داد. این شیر از گفتم اون صحابی میگه گفتم یبن رسول الله چه گریه کردی این شیر؟ حضرت فرمودن بستونه دیگه، برای یه روز بیشتر از این مزخرف بشنویم ممکنه کلتون منفجر بشه. ولی حالا شما من بگو تفاوت این با داستان سیمرغ و زال و اینا چیه؟ نمیدونم تولد کوروش، اون خواب دید یک نهالی از شکم مادرش آمده بیرون، اینجوری شد و اینجوری شد و چه تفاوتی داره؟ هیچ تفاوتی نداره. این یکی اسم گذاشته حضرت صادق، این شیره، اون یکی رستمه، اون یکی نمیدونم اژدهان، اون یکی کاوه آهنگره. قصه گوها این وسط پول میبرن. امروز منم با کراوات، فردا این آخونده است با عمامه، پس فردا یا آقای جناب سرهنگ میاد با کلاه و تاج رو نمیدونم تاج شار و کلاه ها بود دیگه. کارمون خیلی خرابه. ساعت 3:49 است به وقت واشنگتن، نیویورک، شرق آمریکا، و هنوز من منتظر هستم که خانم جیلانی یه روزی با ما به اصطلاح صحبتی داشته باشه درباره انتخابات. قبل از انتخابات از ایشون دعوت کردم، گفتم که حال مناسبی ندارن نزدیکای انتخابات. بعد من گفتم خب دیگه الان هر وقت حالشون خوب شد، انتخابات هم گذشت، امیدوارم یه روز بیاد ایشون درباره این ماجراها صحبت کن. یه دوستی نوشت که سربی فرق این داستان که این آخوند میگه با اون داستانی که دوستان فکل کراواتی شاهنامه میگن، هر دوش درس اخلاقی میده. تازه من میفهمم که این آخوند به فارسی چی میگه. شاهنامه که قرار بوده با زبان ساده باشه، مثلا 20 بیت از این شعر رو میخوندی، بعدش تازه معلم به اون میگه که این معنیش اینه، مثلا رستم از خواب بیدار شد و سرش کرا کرد زیر آب سرد، چون در دوران دبستان برامون همین فارسی شیرین هم سنگین بود. اگر کتاب داستان بود که اصلا قابل فهم برای ما نبود، در دوران دبیرستان هم همین را باید حفظ میکردیم که شاهنامه را بر وزن فعولن 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 فعول چنین گفت رستم به سهراب نوشته شده. حقیقتش رو بخوای وقتی جوک به این شعرها اضافه تر می شد شیرین تر، قابل حذف تر شدن و بیشتر به یاد می موند. مثلا چنین گفت رستم به اسفندیار که من گشنم نون سنگر بیار، هنوز هم من یادمه. سعید داره می نویسه، هم سعید در کالیفرنیا. راست میگه. صحبتای منو با آقای چمنارا نگاه کنید. آقای چمنارا هنوز نمیخواد قبول کنه که فردوسی خبر از کوروش نداشته، فردوسی خبر از تاریخ ایران نداشته. میگه آقا اونجایی که مثلا نوشته کیکاووس، اینا به کوروش میگفتن کیکاووس. مثال میزنم، آقا مرض داشته، دیوانه بوده، میخواسته من و تو قرن 21 توی آمریکا و شیکاگو و الینویز با هم بجنگیم،
آقا نکنید این کار رو. خیلی ساده بگید آقا نمیدونسته، مثل اون داتی که الان توی ایران زندگی میکنه پس فردا ممکنه بمیره، هنوز نمیدونه که خمینی آمد و مرد و انقلاب شد و شاه رفته، هنوز عکس پدر شاه اونجان، شاه هم اونجان. خب بله، این ماجرای یک روز به اصطلاح اینها در جنگ و اینها یک سال حساب می شده، باز دلیلش اینه که 10 روزش ایشون اول نوشته 2 هفته، ولی بعد توضیح میده که 10 روز داستان اون ماجراها میشه 200 صفحه که اینجا توضیح دادن درباره اون افسرهایی که خلبانای مخصوص. من یه دوست داشتم آقای عباس دوران، این خب حالا اگه بخوام بگیم مخالف بود ممکنه خانوادهش بگن نه آقا مخالف نبود، ولی ما از موقعی که میشناختیمش ایشون هم مثل ما طرفدار آخوند مخوند نبود، و بعد به خاطر نمیدونم پادردش بود کمردردش بود چی بود که از خلبانی و اینا گذاشتنش کنار، یه مقدارش هم به خاطر هم مخالفت بود، ولی بعد رفت تو جنگ و اینها. و میدونید عباس دوران اتفاقا حالا که آقای بابک هروی میگه، برید روی یوتیوب بزنید ارتش و نیرو هوایی این هم فیلم های زیادی دارن. بله درسته ممکنه این جهاد و اینها چون بودجه های بیشتری دستشون بوده، پول بیشتری دستشون بوده، اون مقررات روش نبوده که آقا نمیدونه اتکلن تو اینجوری بذار. من یادمه این در ارتش در کمد که باز میکردیم اصلا یه کمد به ما داده بودن که این هیچ استفاده برای ما نداشت، صبح تا صبح درش باز کردیم، اتکلان بامبوس بود چی بود باید اینجوری باشه، این مسواکت باید اینجوری باشه، این اینجوری باشه. ولی این مسواک رو نباید بزنی ها، مسواکی که میزدی باید تو کیفت باشه که همیشه وقتی مسواک میزنی بعدم تو تاریکی نگهش میداری این باکتری جمع میشه. ولی نمیفهمیدن، بیشعور بودن. در صورت بله اونا ممکنه وسایل بیشتری داشتن، اونا آزادی بیشتری داشتن، فیلم برداری میکردن، عکس میگرفتن اینها، ولی با همه اینها هنوزم داریم یه چیزایی که بشه بهش استناد کرد و نشون داد. TV needs more show that don't portray Muslim as terrorist. Those aren't TV show, you idiot. It's live news footage. نه عزیز من، آقای سیروس دولت شاهی عزیزم، من سال 1994-95 بود اون موقع تیموتی مکوی منفجر کرد ساختمان فدرال بیلدینگ اوکلاهوما یا یه جای اینجوری. عزیز من اینجوری نیست، اینجوری نیست. اینا الان دارن صداشو زیادتر میکنن، اینا هی میگن اینا مسلم. البته یه چیزی حق با شما، 4 تا آدم مسلمون درست حساب باید بیاد وایسه بگه شهردار لندن این کارو کرد، به اینا گفت که شما مسلمون نیستید و به نام من مسلمان این کارا رو انجام ندید. ولی چند تا آخوند تاله اومده اینو بگه، چند تا اینایی که ازشون فتوا میگیرن و اینا چی بهشون میگن به اصطلاح رساله هم دارن. اصلا دیگه هیچی، کم کم ما باید اصلا حرف نزنیم چون هیچ یادمون نمیاد، کلمه ها همه فراموش. شاید یه دلیلش گرما. خب چرا باید قذافی کشته میشد؟ این هم اتفاقا آقای سیروس دولت شاهی فرستاده و مقاله جالبیه. من نوشتم برای که خیلی زشت شده بود این آخری ها. شما این عکسای قذافی رو نگاه کنید، یک جوان ارتشی سروان بوده، چیکاره بوده، رشید خوب، مردی که هی پولدارتر شد، هی قدرتدارتر شد، هی دیکتاتورتر شد، هی رفت جراحی کرد، اینجاش کشید وز کرد، اینجاش کشید. اولا اون آخریا ببخشید من نمیدونم این کلمه ابنه‌ای تو شیراز که میگفتن یا تو ایران که میگفتن به کیا بوده، گیا بوده، به کیا بوده شده بود. مثل این طرف خیلی وقت قیافش این هیچ برای خودمون در سر درست نکن. در صورت ببینید این دوستمون چی نوشته. عباس دوران پس از اینکه هواپیماش به وسیله عراقی‌ها هدف قرار گرفت، باقی مانده در آن چه برایش مانده بود خود را به هتل الرشید بغداد کوبید و کنفرانس غیر متعهدها را لغو کرد. بله میدونستم داستانشو که یک کار بزرگی انجام داده. در صورت ممنون و متشکرم.
دمت گرم آقای هروی، کاملا درست میگی. آقای هروی این دوستمون سعید، بخونید لطفا روی فیسبوک، هم روی صفحه خود من شخصیم هم روی صفحه مردم تیوی. سعید از کالیفرنیا نوشته که دمت گرم آقای هروی، کاملا درست میگی. برادر منم سرباز ارتش بود، بعد از اینکه خدمتش تموم شد دوباره برگشت داوطلب با ارتش توی جبهه، دیگه هم بر نگشت، نه اسمی ازش آوردن، حتی سالها هیچ کدام از کوپن‌هایی که به شهدای جنگ میدادن به ما ندادن، حتی بعد از دیدار با رئیس مستضعفان از ما شاکی شدن چرا این همه سال نیامدید تقاضای کوپن کنید. همین آقای کروبی برادر بزرگ ما را میخواست دادگاهی کند. اینم برای اونایی که میگن اینایی که تو حسرن آزاد کنید، دو تا تو حسر داریم، یکی آقای کروبی که ایشون به اصطلاح همه کاره بنیاد شهید بود و افراد خانواده شهدا رو مینداخت تو زندان بنیاد شهید، چه اذیتایی که به اینا کرده بود و همون موقع مردم میدونستن نگو و نپرس. یکی دیگه‌ش هم هست آقای سید حسین سید حسین موسوی ها، که این نخست وزیر همین آقای خامنه‌ای بود و این آقا همون سال 1367 که کشتار بزرگ بیدادگاه و کشتار کسایی که دادگاه جرمشون رو مشخص کرده، گفته به خاطر این جرم 4 سال زندان، 5 سال زندان، ابد فلان، اینا رو آوردن بدون هیچ دلیلی اعدام کردن. جالبه که خامنه ای تازگی همین 2-3 روز پیش گفته بود که همه ما مسئول سالهای 67 هستیم. البته این میخواد از این وریش کنه، میخواد بگه اینها مظلومن، اونا که کشته شدن اونا ظالم بودن. در اصل ممنون و متشکرم از یکایک شما دوستانی که با ما هستید. و این دوست دیگه میگه که اگر دقت کنید حالا مریم رجوی رهبر این گروه تروریستی را به عهده گرفته و دارد با آمریکایی‌ها و عربستان همکاری میکند. چه همکاری؟ اینا اصلا محلش نمیذارن، هی داره میدوه این ور اون ور. میگم اون آقای پرینس هم فکر کنم یه جورایی میخواست بگه آقا خانم شوهرت مرده، فعلا بیا بریم درباره چیزای دیگه صحبت کنیم. و اما اینم آقای چرا بایستی قذافی کشته میشد، اونم یک ویدیوی خانم خانم کلینتون داره، برید ببینید خیلی جالبه. ما رفتیم، ما دیدیم، ما زدیم، ما کشتیم، بعدم مثل دیوونه ها شروع میکنه قاه قاه خندیدن. و این عکس قذافی مال آخراش بوده، کسی که میاد تو خیابون شانزلیزه براش کپر میزنه، چادر میزنه، بیرق میزنه. کی؟ همین مردک دیوانه، این زرکوسی، این کوتوله بود که هر جا وای میساد فوری یه نفر میدوید یه چارپایی میزای زیر پاش که قدش قد این بغلیا بشه. نیکولاس سارکوزی در ماه دسامبر 2007 با بوق و کرنا مهماندار این کرنا درسته یا کرنا ساز و کرنا میگن، بوق و کرنا میگن، مهماندار معمر قذافی در پاریس بود. منطقه بزرگی از خیابان شانزلیزه از جمعیت خالی شد تا قذافی و همراهانش در قلب پاریس در چادرهای سنتی صحرانشینان لیبیایی اقامت کنند. رسانه‌های فرانسوی پر از مطالبی با مضمون رفاقت غیرقابل تصور مردانه رهبران فرانسه و لیبی بود. این دوستی با بازدید سارکوزی از تریپولی مستحکم شد و لبریز از رفاقت قبلی یا قلبی دو سیاستمدار شد. 4 سال بعد سیاست افراطی فرانسه کشور را به پیشگام جنگ افروزی لیبی و سرنگونی رهبر این کشور تبدیل کرد. در 16 فوریه 2011 شورش بنغازی آغاز شد. اینم مقاله خوبی بود. اینو میگم آتور خدا قیافه این آدم رو نگاه کنید. خب آخه مردک پیر شدی، موهاتو کوتاه کن، مرتب، این چیه؟ این حالا تازه خوب بود، یه جایی بود اصلا ماتیک و سرخاب میکرد، حالا نمیدونم. بعدم بله، اینم خانم هیلری کلینتون دیوانه. و البته حالا میاد که بله قذافی نمیدونم پول مدرسه میداده، پول آب میداده، پول برق میداده، پول نون میداده، هرچی هم پولش نمیداده، نمیدونم خودش نمیداده، پولش نمیاست. دوستان بسته دیگه، منم خستم شده. و امروز ما قرار بود این نامه آقای دکتر واحدی رو بخونیم درباره نشست فخرآور. فکر کنم فخرآور فعلا نشستش باز شده، چون معلومه که الان یه سری دیگه دارن میرن نشست میذارن اونجا،
بذارید روز جمعه برنامه ها رو شروع میکنیم ساعت 12 با کانون آواز، ساعت 2 بعد از ظهر سربی با مردم، ساعت 3 بعد از ظهر آقای جهانگیر شادانلو با شما و آقای شادانلو درباره کنفرانس ترکیه و نقش پیمان عارف برای شما صحبت میکنه. شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید، همونجوری که گفتم از امروز تا یک شنبه 5 روز توی برنامه ها کنسرت 2 ساعته این خانم آریانا گرانده، اون یکی دیگه بیمر، چی اسمش؟ بیبر، جاستین بیمر، دو سه تای دیگه هست که من اینا هم خیلی جوونن، هم اصلا این موزیکا رو ما فعلا نمی‌شناسیم، ولی کارشون قشنگ و کارشون خوبه. پس اونها رو هم به هم ببینیم و بشنویم. برنامه آقای چمنارا رو داریم، اون نشست ترکیه ویدیوشو داریم که آقای شادانلو صحبت کنه، آقای ارشاد، کانون آوا و سربی هم با مردم. مرسی، متشکرم که با ما بودید. روز روزگار بر شما